به نام خداوند جان و خرد. این هفته برنامه ویژه‌ای داریم، مصاحبه‌ای داریم با یکی از بازیگران قدیمی و خوب سینما ایران، بازیگری که یک دهه بازیگر نقش‌های جوان‌های معترض طبقه پایین بود. من عاشق بازیشم در توپولی در نقش اسی، عاشق بازیشم در فیلم شورش در نقش عزیز، عاشق بازیشم در نقش قاسم سیاه زیر پوست شب، که این فیلمو من بسیار دوست دارم. عاشق بازیشم در نقش مهدی میرطلب در فیلم فاصله، عاشق بازیشم در فیلم نصرت در نقش نصرت سیاه در فیلم شب آفتابی، و عاشق بازیشم در آخرین فیلمی که ساخت به نام جای امن در نقش محمد منصوری. فیلم های بسیار تلخ که بازگو کننده شرایط دهه 50 ایران است. با مرتضی عقیلی گفتگو کردیم که قرار است به زودی فیلم بازی کنه، به زودی سریال بازی کنه و باز هم نمایش بازی کنه. آخه مرتضی عقیلی، خیلی خوشحالم که شما اینجا هستید. خیلی خوشحالم بعد از سالها دارم شما رو از نزدیک میبینم. خوش آمد میگم بهتون به برنامه کافه آپارات. خیلی ممنون. آره. میخوام که با بینندگان ما یه صحبتی با اول اجازه من به شما سلام عرض کنم. قربونتون برم. و واقعا تشکر کنم از دعوتتون به خاطر حضورم در برنامه خوب شما. قربونتون برم آقای. و بعدم سلام عرض میکنم خدمت هموطنای عزیزم در هر کجای دنیا که دارن ما رو میبینن. من الان در استودیویی در تهران هستم در خدمت استاد بزرگ. مرسی آقای عقیلی، شما خاطرات ما هستید از یک سینمایی که ما دوست داشتیم از سال 50 تا 57 که من خیلی اون فیلمای شما رو دوست دارم. ممنون. باشون زندگی کردم. حتی اون نمایشی که در آخرین سال در واقع 57 در شب عید برای افریته ماچین رو من یادم نمیره. آره. آخرین باری که شما رو دیدم روی سن تئاتر پارس بود. بله. فکر میکنم سال 59 بود و فکر میکنم نمایش لاشخورها بود، اگه اشتباه نکنم حافظم یاری کنه. صد درصد. آره شما بودید، خانم فرزانه تاییدی بود، زنده یاد فرزانه تاییدی بود، آقای بهرام وطن پرست بود، اگر بهروز بهنجادم اگه اشتباه نکنم بود. بله. اگه اشتباه نکنم. بله. شبی بله. اومده بودم که اون نمایش بود. اون دوران شما تو تئاتر پارس، از اینجا میخوام شروع کنم، یه دوره شما اومدین تو تئاتر پارس. بله. و من اون شبی که آمدم اتفاقا همایون هم بود، یعنی یادم هنوز حافظم یاری میکنه، همایون بود و مرحوم سریا بهشتی، همه تو سالن بودن، سالن هم قیامت بود و شما تی نمایش سرود ایران اجرا کردید. بله. یعنی در واقع من اینجا خیلی یادم نمیاد. بله. چقدر خوب همه اجرا کردین. بله. همه خوندین. داستان یه ده آدمایی بود که واقعا بدون داشتن سابقه سیاسی یا فرهنگی در اثر یه حادثه مجبور شدن از ایران برن بیرون، و وقتی که از ایران میرفتن و از مرز عراقی ها رد میشدن، آخرش سرود ایران رو میخوندن به عنوان پیروزی که داشتن. آره آره. اینا یادم، داستان نمایش یادم نیست. واقعیت تئاتر پارس اینه که بعد از اینکه انقلاب شد، به هر حال سینما ها حدودا یک سال قبل از انقلاب دیگه بله. به تهیه نمی رسید فیلمی، کسی بله. جرأت نمی کرد فیلمی بسازه. بعد آقای منظوری مدیر تئاتر پارس بودن، یعنی کسی بودن که اوشنگ منظوری بله. بله. که تئاتر پارس رو اجاره کرده بودن. وقتی که ایشون دیدن هنرپیشه‌های سینما بیکارن، به آقای همایون تلفن میزنه که آقای همایون موقع لندن بودن، بگه بیا ایران، من میخوام تئاتر گذشته رو زنده کنم دو مرتبه، چون دیگه نمیتونستن آتراکسیون بذارن دیگه. از آقای پورسعید دعوت میکنه که نمایش نامه بازرس گوگل رو، اسماعیل پورسعید؟ بله بله بله. خب بازنویسی کنه، فارسیش کنه و کارگردانی کنه. وقتی که آقای همایون اومد از من دعوت کرد، وقتی که من اومدم خانم تاییدی اومد، خانم نادره اومدن، بعد آقای مقبلی تشریف داشتن و دو سه تا از بچه های بهمن نیومد. بهمن مفید بهمن نبود اون موقع. بهمن نبود نیومد جز این کار. بعد تئاتر گذاشته شد و
روزای اول واقعا اگر بلیط 30 تومن بود 300 تومن خرید و فروش میشد. ولی من روز اول پیشنهاد کردم که اشتباه تئاتر خارجی کار کردن برای کسایی که در لاله‌زار امروز هستن، حداقل دارن زندگی میکنن و به اون کنسرت‌های تئاتری عادت دارن، یا شما یه تئاتر جدی نیمه کمدی بخواید بذارید، تا 10-15 روز خیلی فوق‌العاده رفت، ولی آرام آرام سقوط کرد. ای بابا، خوب. متاسفانه. و بعدش هم بلافاصله شد ماه رمضان. بعد آقای منظوری گفتش که با من و آقای همایون یک ساله قرارداد داشت. بقیه هنرمندا یک برنامه بودن. همه رفتن ولی من و آقای همایون موندیم. و ایشون گفتش که بیاین یه کاری بکنیم، من نمیتونم حقوق شما رو بدم، شریکی کار کنیم، جا از من، بازی از شما، 33 33 33. در حقیقت با اینجوری شد که من یه نمایشنامه سیاه بازی شروع اونجا گذاشتم، با آقای همایون شروع کردم کار کردن. حدود 2 سال، 1.5 سال آقای همایون بودن، بعد گفتن من میرم استراحت میکنم یه نمایشنامه، بعد تو برو استراحت کن یه نمایشنامه. یه نمایشنامه ما گوار باشیم، شانس ما نمایشنامه 4-5 ماه رفت نشده. سیاه‌بازی بودونن؟ بله بله. سیاه بازی. اصلا تو دیگه رفتی بود نقش سیاهی که قرار بله بله. نشد ادامه بدیم، ما به قول معروف ما بریم مرخصی. بعد که با آقای همایون گفتم آقای همایون به هر حال بیا، من خودم مرخصی. آقای همایون من دیگه نمیتونم بیام، حوصله ندارم، چون خیلی سخت بود. ما بعضی وقتا جمعه ها 7 سانس بازی میکردیم. عجیبه، خیلی. یعنی بوبین فیلم اگه بودی شما منفجر میشید. بله خیلی سخت. ولی مینیمم 3 سانس در روز حتما بود دیگه. یه نمایشنامه بلند ما میذاشتیم، یه نمایشنامه کوتاه هم به قول معروف گروه دوم میذاشتن که بچه ها استراحت بکنن. بعد تئاتر مصادره شد. بعد یه دهش اواسط اول 60 شد. 60 مصادره شد. آره. بچه های تئاتر به من اجازه دادن که من برم تئاتر رو اجاره کنم از دادستانی. در حقیقت من شدم مدیر تئاتر به عنوان اجاره کننده. بهرام رفته بود برام وطن؟ نه، بهرام وطن پرست با من بود. با تو بود برام. فرزانه تاییدی رفته بود؟ فرزانه تاییدی رفت. بهروز به اینجا رفته بود؟ نه، یه دوره باز مرتبه برگشتن. آها خوب. بهروز و خانم تاییدی یه دوره برگشتن. بهمن مفید هم اضافه شد به گروه. آها. ما بعد که من تئاتر رو اجاره کردم، متاسفانه بچه‌ها الان هستن، بچه‌ها مثلا شما آقای امیر خسرو که امروز یکی تهیه بله کردن، ایشون اونجا کار میکرد. بله بله. حقوق اینا مثلا بود نمیدونم 1500 تومن در روز، چقدر بود، ولی حقوق اینا رسید به 15,000 تومن. بعد بونه غذا داشتن، بعد بونه ماهیانه داشتن، بعد من همشون رو بیمه کردم. یعنی در حقیقت این نشد که فقط یه نفر بخوره بقیه فقط کار بکنن. این بود که خوشبختانه اوضاع اول دیگه سالن درست کردیم برای لباس، هر چی لباس قدیمی بود دادیم خوشرویی، همه رو خوشرویی کردن. آقای درویشی بود که تو مراد برقی بازی میکرد، ایشون مسئول لباس بودن. اتاقای هنرپیشه مشخص شده بود کدوم هنرپیشه با کی در کدوم اتاق استراحت بکنه. یعنی یک نظم و ترتیبی داشت تا زمانی که مصادره شد. از زمانی که مصادره شد شما اجاره کردی تئاتر؟ مصادره که شد، خب در تئاتر بسته شد، 50 نفر بیکار شدن. آها. بعد بچه‌ها به من نمایندگی دادن من برم تئاتر رو اجاره کنم از دادستانی. که من اجاره کردم. آها. مدتی که گذشت متاسفانه گفتم که چهره های سینمایی نمیتونن توی تئاتر کار کنن. دوره‌ای بود که آقای مشایخی رئیس اداره تئاتر، آقای مشایخی گفت فقط گرشا رؤوفی، باز ایشون هم خدا بیامرز، گرشا رؤوفی برادر زن منه که از سینما رفته تئاتر، من اینو میتونم بیرون کنم. مرتضی عقیلی که خودش بچه تئاتره، بهمن که بچه تئاتره، وطن پرست که بچه تئاتر، همه بچهای تئاترن اینا، من نمیتونم اینا رو بیرون کنم. آقای مشایخی رفت، فشار بیشتر شد و استعفا داد. بله. و بچه‌ها رو به قول معروف سینمایی‌ها رو گفتن یه حق کار کردن. اواسط 60 بود دیگه، اواسط بود دیگه. من ادامه دادم. خب من آقای بهنژاد رو آوردم، آقای عرفانی یا آقای والیزاده، اینا اومدن شروع کردن کار کردن. بعد گفتن شما پلکان برای هندیکپ ها ندارید، برای کسی که با ویلچر دارن میان، و تئاتر هم امکان ایجادی همچین چیزی نبود. به این دلیل گفتن در تئاتر باید بسته بشه.
جالب. دیگه در تات بسته شد، تات پاس که ما بودیم. دقیقاً چه تاریخی بسته شد یادت؟ تقریبا من فکر می‌کنم خرداد یا تیره سال 61. آره. چون اون موقع تئاتر دهقان هم توش بلا فاصله بعدن شروع شد به بسته شدن دیگه. آره همه بسته شدن. چون تئاتر دهقان هم که منوچهر زندگیات منوچهر وسوخ توش بازی می‌کرد. آره. تئاتر در نصر و آقای وحدت و آقای میری بازی می‌کردن. منتهی یک رستورانی بود به نام افق طلایی. اونم تئاتر شد. ایشون کرد تئاتر. آقای آقاسی رو برداشت آورد گذاشت. خیلی بد بود. من اون خراب کرد. به نظر من محیط اونجا رو باز به شکل تئاتر. من یه رستوران دیگه هم تو شاهآباد شد تئاتر سعدی. آره آره. اونم شد تئاتر سعدی که اونجا هم اصطلاح یکتا و بقیه بودن. یعنی همه اومدن برای 60-61 بغل تئاتر پارس تو اون کوچه سینما بود به نام البرز که مرحوم شیراندامی و اسلامی با هم گرفته بودن. هادی. هادی اسلامی. بله بله بله. اونم اونجا رجای کرد. اونو یادم نمیاد ولی شما رو یا خیلی خوب یادم میاد چون محبوب معروف ترین تئاتر لاله‌زار در ابتدای لاله‌زار تئاتر پارس بود و تیم شما. بعد می اومد تیم وحدت و بعد می اومد تیم در واقع منوچهر وسوق و بعد اون آقاسی و اون چیز بل. که همه اینا در واقع ما یه مدتی اومدیم ولی بعد دیگه همین که میگید البته اون موقع اواخرم واقعا طوری شده بود دیگه مثلا خانواده ها رزرویشن میکردن و سر ساعت میمدن و دیگه شکل تئاتری گرفته بود یعنی فقط تئاتر اجرا میشد حالا تئاتر اجتماعی کمدی مثلا شبی در حلبی آورد و از آقای بهزاد فرانی دعوت کردیم بیاد آره. جناب آقای پرویز پرستویی بله بله معروف آره. سلبریتی امروز سینمای ایران ایشون خیلی نوجوان بودن که نقش داماد من بازی میکردن تو نمایشنامه سال 61 60 بود اما 60 که بله بله اونم نمایش گرفت اونم بله. تو لاله‌زار بله. خیلی بسیار گرفت نمایش نمایش انتقادی اجتماعی بود گرفت بله. بسیار زیبا بهزاد با شما بود توی تئاتر پارس دیگه بهزاد نه بهزاد فقط اومد یک نمایشنامه کار کرده ولی بهزاد از بچگی از دوستان ما بود بهزاد هم از بچهای شاهین سرکسیان بود و بعد ایشون رفت خدمت آقای جوانمرد رفت توی بله. هنر ملی بله بهمن مفید و بهزاد از گروه ما کندن چون گروه ما دیگه پولی که نداشت که ولی جوامد یه 200 خورده‌ای تومن تو بعد از تعطیلی تئاتر مهاجرت کردی؟ بله من بعد از تعطیلی تئاتر یه مدت من و بهمن دویدیم به وزارت ارشاد رفتیم تقاضا کردیم گفتن نمیشه آقا گفتیم آخه این ممنوع کار شدن و ممنوع چهره شدن خب خیلی چیز خطرناکیه ممنوع چهره یعنی چهره تو ببینن میتونن بزننت بعد یه آقایی بودن اونجا مدیر کل بودن شما بودن خب برین آقا 62 دیگه این بریم این دیگه همون دیگه مهر ماه 61 مهر و آبان 61 61 تاریخ مهاجرتت کی بله آبان 61 آبان 61 رفتی رفتی آمریکا نخیر رفتم ترکیه سفرمون به ترکیه بود چون اون موقع جنگ بود مرزا بسته بود و ما مجبوریم از راه کوه بریم بله. مهاجرت سختی بود. با کی رفتی؟ مهاجرت... تو بهمن با هم رفتی؟ نه خیر، بهمن از پاکستان اومد. آه. ما هیچ کدوم به هم دیگه نگفتیم داریم میریم. تو تنها رفتی؟ برای اینکه راهی نبود که شما به همه اعلام بکنی داری میری. آها. یه مدتی هم اسپانیا موندیم و بعد رفتیم آمریکا دیگه. تاریخی که وارد آمریکا شدید دقیقاً چه تاریخ؟ تاریخش میشه نوامبر 1984. یعنی 60 خورده دیگه 63 و 4 میشه بیا میشه آره همون میشه خب آقای عقیلی این تئاترای لاله‌زار یک دوره است و یک تاریخه بره. حالا برمیگردم به سال تولدت بره. چه سالی متولد شدی من شناسنامه‌ام نوشته 20 شهریور 1323 اولی تاریخی که توی میزنن 20 میزنن آره دوست دارن یخت ما رو پیرتر کنن زودتر عبیم بریم راحت شن خیالشون در کجا متولد شدی؟ من بچه خیابان دلگوشا میدان کلانتری هستم آه خیابان دلگوشا میدونم بچه شهباز حساب میشم بچه دولاب حساب میشم پدر چه کاره بود؟ پدرم ملاک بودن کار ساخت و ساز میکردن ملاک به معنی زمیندار زمینای بزرگ زمینای کوچیک مغازه سازی، حمام سازی،
در تهران در تهران میکردم. تو پسر بزرگ خانواده؟ نه خیر، من برادر بزرگترم رضا. سه سال پیش رضا عقیلی فوت شد. و بعد از شما خواهری هم وجود داره؟ بزرگتر از من خواهری هست، بله. سه نفر بودین؟ بله بله. مادر چه؟ مادر پدر اسمش چی بود؟ یونس. یونس عقیلی. بله. سید یونس عقیلی. چیزی اضافه اون کمان داره؟ نه. بعضی از فامیلامون نور هم اضافه کردن بهش. عقیلی نور. عقیلی نوری. چون ما زاده قسمت نور هست، یعنی پدرم اینا 5 کیلومتر تا ده نیما یوشیش فاصله دارن. دهی هست به نام اوزرود و بعد از اون شما میرسید به یوش. یک جاده میانبره از پل زنگوله که شما برید 40 کیلومتری آمبول میاد بیرون. در این مسیر دهات‌های زیادی هست که دهات اسکلا هم که مال آقای ناطق نورین مال اونا اونجان بالا سر اوز ماست و او یعنی آب. و حالا چرا ای اس گرفته اوز شده آب ها شده؟ برای اینکه دو تا رودخونه داره. چاله میخوام. و اوزکلا یعنی با چون بالای ده ما قرار گرفته اوزکلا شده، شده کلاه اوز و بعد میشه یوشو و بعدم میشه بلده و شما میرید 40 کیلومتری آمول در. اونجا زندگی کردی تو؟ اونجا زندگی تابستونا که بچه بودیم. بله. یعنی اصلا زندگی اونجا اونجا بزرگ نشد. اونجا بزرگ ما بچه خیابون شهباز بزرگ شدیم. بله بله. اولین خاطرت از اون خیابون سینمای نزدیکش چی بود؟ اون خیابون اولین سینمایی که بعد تو زندگی ما ساخت سینما جاله ساخته شد. آه اون که آره میدان جاله. بله اونجا ما میرفتیم سینما جاله. آه ولی قبل از بعد سیلوانا رو ساخت. آه سینما ملت فیلم. بله. بله بعد توی دروازه دولاب یه سینما ساختن. اسمش هم یادم بود تا چند وقت. اتفاقا یک ماه دو سه ماه پیش بود و بچه های چند تا از بچه ها میثم و سامان منو بردن با اشکان جون به طرف اونجا. رفتیم محل قدیمیمون رو تماشا کردیم. در خونه قدیمی تنم. در خونه قدیمیمون رفتیم. بود هنوز در خونه. خونمون هنوز هست ولی نه به اون صورت که. خونتون حیاتدار بود دیگه. خونمون حیاتدار بود، برای خیابون باز میشد. در پشتش توی کوچه های دیگه باز میشد. یعنی اگه پیاده میخواستیم برین شاید 10 دقیقه طول میکشید تا به در پشت برسیم. ولی از بر خیابون تا در توی حیات ما میرفتیم. اولین در چه سالی سینما رفتید؟ یعنی آزاد بودی سینما بری؟ پدر مخالفت نداشت؟ من پدرم خیلی تئاتر دوست داشت. چی جالب. خوب بعد یه دوستی داشت به نام آقای عباس نژاد، ایشون مدیر تئاتر پارس بودن. همین تئاتر پارس که همین بعد از پارس شما من بر... خب جالب. اون موقع تئاتر پارس دو تا لوژ مخصوص هم بالکنش داشت. همیشه ما رو می‌بردن تو این بالکن می‌نشستن. یعنی اواخر دهه 20 اوایل دهه 30 نمیدونم 8 9 سالم بود. آها. یادم خب یعنی اینقدر یادم میاد اوایل دهه 30. خب آره مثلا هر یه ماه دو ماه یه دفعه تئاتر عوض می‌شد، یه شب هم ما رو دعوت می‌کرد. خب خوشم اومد از این چیزا دیدن. چی دیدی اونجا؟ من یه چیزی دیدم. آه. یه تئاتری دیدم، آقای مجید محسنی بازی میکرد، خانم تهمینه که شوهر بله بله زن آقای ایرج بود، زن آقای ایرج خدا بیامرزش بود، بر خدا رحمت رو کنه، اینا بازی میکردن، آقای قمبری بازی میکرد. داستان یک کلاس مدرسه ای بود که بچه ها میخواستن برن کارهایی که خودشون دوست دارن بدن، انجام بدن و انجام نمیذاشتن، پدر مادرها نمیذاشتن و یه معلمی اومد به اینا گفت شما در هر رشته‌ای که دوست دارین باید برین جلو و موفق بشین و همه‌شون موفق شدن. این مجموعه تئاتر بود و منم گفتم خب منم دوست دارم برم هنرپیشه بشم. همون موقع که این تئاتر رو این تئاتر دیدم تو سرم رفت که منم برم هنرپیشه بشم. ولی با پدرم که صحبت می‌کردم میگفت این کار شما نیست، نمیتونی شما این کار بشی. بعد گفتم چطور مثلا دیدی شما تئاتر دیدی آقا اصلا بلد نبود ویالون بزنه، ویالون زد، پس برام ویالون بخر. یه ویالون برام خرید. پدر ویالون خرید. یک همسایه ای داشتیم استاد ویالون بود، منو سپرد دست ایشون. گفت این بچه اسم معروفی داشت همسایه؟ نمیشناسم، یادم نیست. آه. آقای چی بود ولی آقا قد بلندی بود، بالاخره میگفتن ایشون ویالون میزنه، استاد ویالون. من بعد از ظهر گفت برو پیش آقا ساعت ویالونته. رفتیم و این آقای گفت آقا ویالون اینجوری 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 اینجاشو میگیری، اینم اینجوری میگیری، اینم اینجوری شروع میکنی. ببین بیا من چجوری میزنم، دو دو بزن ببینم. موقع ده 10 بار شد دست من.
این دست من کبوه. خب من 7-8 سالم بیشتر نبود. گفتم برای چی میزنی؟ گفت چرا نمیتونی بزنی؟ گفتم خب دارم میزنم دیگه. گفت نه، صدای نمیدونم آب کشیدن سطح از چا داره میاد. 4-5 تا رو دست ما زد. مورش هم دیشه بابامون با گریه کنون رفتیم خونه گریه کنون. چی شد؟ گفتم آخه چه باید نمیامد؟ میزنه رو بابای ما هم عصبانی شد، رفت توی در خونه اینا با این ویالون ما تو سر و کله این معلم زد. ویالون تموم شد. همون مدت کوتاهه. همون مدت، یعنی 48 ساعت طول نکشید. و کار گفت دیدی بهت گفتم کار هنر زیاد کاری نیستش که تو بتونی توش بری. ولی همون موقع من دختر عموام و پسر عموام میدونی موقع فامیلی خیلی به هم نزدیک بودن. همه جمع میشدیم یه تئاترایی از خودمون که میدیدیم تو خونه در میآوردیم. بعد به سینما که رفتیم به فکر افتادم یه آپارات درست بکنم. بابام یه پنکه داشت. جالبه. خب بابام یه پنکه داشت، دو بعد از ظهر میخوابید تا 4 باید این پنکه میزد که مگس روش نشینه. من این آپاراته رو رفتیم درست کردیم با دوستان و اینا، میچرخوندیم، فیلم هم نشون میداد. بعد من به فکرم رسید که خب با دست میچرخوندیم، اگه این پنکه بابا رو بهش وصل کنیم، خب این پنکه میچرخ، اینم میچرخه دیگه با دست نباید بچرخونیم. یکی از دوستامون که بعداً هم هنرپیشه و در گل‌های کاغذی کار کرد، تو بچگیش میرفت شاگرد طلبی سازی. اسمش چی بود؟ اصغر آقاخانی. خدا بیامرزه. اصغر گفت بیارین این اوستای من اینو حلیم کنه براتون. ما این پنکه بابا رو برداشتیم بردیم اینو به این حلیم کردن بردیم گذاشتیم و بچه‌ها نشستن تماشا کنیم، زدیم به برق که پنکه بچرخه، پنکه بلند کردیم دستگاه ما رو تق. آخه به فکرمون نبود که صاف بزنیم، صاف اینجوری بچرخه، به همین هندلیه وصلش کردیم. هندلی زد و پنکه رو شکست و داغون کرد و پنکه خراب شد. حالا به بابا چی بگیم؟ تقریبا یادم 15 روز طول کشید تا پنکه درست شه. هر روز 2 بعد از ظهر تا 4 بعد بابا رو باد میزدم که مگس روش نشه. خب هر ماجرایی پس هر کاری یک ماجرا داشتی. بله، از ویالون و پنکه. کدوم مدرسه میرفتی؟ مدرسه من کجا؟ من مدرسه بابا طاهر میرفتم نزدیک 400 دستگاه خیابون یاس. بعد از اون چون مدرسه دیگه جا نداشت، یک مدرسه ای درست شد توی اون طرفای دلگشا، اسمش رو دقیق نمیدونم الان چیه، به نام مدرسه اخوت. اخوت میرفتم مدرسه اخوت تا کلاس ششم اونجا بودم. ابتدایی؟ بله. برادرم میرفت مدرسه البرز کلاس نهم بود. بله. پدرم منو گذاشت مدرسه البرز. ولی از اونجایی که بازیگوش بودم و اینا رفوزه شدم. کلاس چندم رفوزه شدی داد؟ والا من کلاس هفتم رفوزه شدم، چون دبیرستان البرز میدونید شنیده بودید یکی از بهترین دبیرستان‌ها و خیلی سختی بودن. بعدم توش کار کردم، فیلم برداری کردم. خیلی حالا ما به جایی که بیم شبا درس بخونیم، دختر عموها و خواهر کوچیکا رو اینا رو جمع میکردیم و شروع میکردیم آقا برای ما داستان نمایشنامه بازی کنید. و بعدم تازه هم تلویزیون اومده بود. تلویزیون ثابت؟ آره. بابای ما هم وضع مالیش خوب بود، یه دور هم تلویزیون خرید. مارکش چی بود؟ شابلورنز؟ شابلورنز این کمدی و آرسیه. آرسیه. بله آرسیه. آرسیه یه کمد بود و مادر من روش دستمالی انداخت و رو تلفنمون مثلا یه دستمال سفید رنگی. راست یه چیزی یادم، تو یه چیزی گفتی حلیم، لحیم به حلیم. نه حالا من اونو به زبون بچگیم گفتم حلیم. لحیم کردن. آره اون موقع خودمون بچه بودیم بهش گفتیم حلیم کن. اینو برای ما حلیم کن. این لحیم کردن بود نده. شما این از دوزاریم نیفتاد. حلیم منظور چیه؟ لحیم. خواستم به زبون اونا به حراتون بگم اینو. خب محله شما یک سری بازیگر داشت. بهمن مفید دیگه. بهمن مفید بود. شاپور قریب کارگردان بود. خانم شمسی فضل‌اللهی بود. از کشتیگیر آقای موحد بود. آقای تاجیک بود. اخواننده آقای ستا. خیلی ها از اون از محله شهباز. بله. و دلگشا و اینا و بله تو اون محبته که خودمون بشت. در حقیقت یه جای اصلی تهران اصیل حساب اصیل تهران حساب. بله. و من با بچه های خاکی کف خیابون بزرگ شدم، یعنی تو محلمون از این جوجه چاهلا زیاد داشتیم، از این آدم که لاف میزنن زیاد داشتیم، یا گردن کلفتای بزرگ زیاد داشتیم که مثلا
کمک میکردن، یا مثلا یک گردن کلفتی داشتیم به نام حسین آمیتی، اگه شما یه بچه 5 ساله بودی جلوش میگفتی سلام، بلند میشد جلو پاتون، با اینکه وزن بزرگی داشت، قد بلندی داشت. یعنی تو خیابون، تو محله بزرگ، تو محله بزرگ شدیم. ببین تو خوردی سالای تو در 7 سالت بوده، خوردیم به سال 30 مصدق. چه خاطراتی داری از 2 سال مصدق و کودک؟ تنها خاطره‌ای که یادم مونده، یادم کارگر خونمون که دلگشا بودیم، یه دونه باغ توی دربند داشتیم، تابستونا میرفتیم دربند بعضی سالها، ما اومده بودیم تهران، اومدیم دیدیم به کارگر گفتیم برو برامون نون بگیر، چی بگیر اینا، داشت میرفت بیرون، عکس مصدق دستش بود، بعد در شروع کرد مصدق فیروز است، مصدق فیروز است، رفت. حالا ما یخت بازی کردیم، برگشتیدیم میگه شاهنشاه فیروز است، شاهنشاه فیروز است. گفتیم چی شد؟ گفت خیابونا ریختن مردم. 28 مرداد یعنی؟ بله، شد 28 مرداد. پدرکی سیاسی نبود اصلا؟ نه خیر، پدرم سیاسی نبود، ولی یه آقای عقیلی پسر عمو داشتن، سیاسی بودن. یادمه یه کفتری هم علامتشون بود، حالا چی بود؟ پدر منو به جای ایشون گرفتن، خیلی هم کتکش زدن. اینا هم هی بیچاره میگه من چون پدر من اصلا سواد نداشت، گفت بابا من اصلا سواد ندارم، اصلا بلد نیستم چیزی بنویسم، مدرک به جا بذارم اینا، که بالاخره سرانجام فهمیدن که نیستش رو هیچ کرد. اونو گرفتن؟ اون بله، ایشون رو گرفتن. اون گرفتن. بله. پس اصلا تو خانواده شما سیاست تو سالهای اصلا سیاست نبوده. نیست. و خوشبختانه من با شاهین سرکسیان، من در حقیقت به شما میگم روز اولی که یه بچه محل داشتیم اسمش حسن بود، مدرسه 15 بهمن میرفت، اونم کلاس هشتم بود، هشتم بود یا نهم بود، آقا ببخشید یه پشه اومده، من باید این پشه رو بگیرم، کلاس هشتم یا نهم بود، اومد به من گفت من دارم تئاتر بازی میکنم. گفتم تو داری تئاتر بازی میکنی؟ من دارم برای تئاتر میمیرم، تو اصلا نه تئاتر میدین داری بازی میکنم. گفت میخواد ببرمت؟ گفتم آره. گفت اجرا شد میبرمت. گفتم من پشت صحنه رو خیلی دوست دارم ببینم، عاشق این دکورا رو که میزنن، مثلا چجوری وا میسته چجوریه. خلاصه اون شب برنامه رفتیم و پشت صحنه ما رو برد و به بم نمایش یادت یه نمایش یادمه، رستم و سهراب. آها. همین آقا پدر آقای مرحوم مفید بنام سرخان گذاشت، بهمن سهراب رو بازی میکرد یا آقای رستم رو بازی کرد که من نمیشناختم اینا رو. منو به آقای مفید معرفی کرد، پدر بهمن بیژن، که این آقا هم دوست داره مثلا تو چند نمون. سالته؟ 15 سال. 15 سال. بله. تا قبل از این که برسیم به این، تو تئاترهای دیگه دیده بودی بعد از اون تئاتر پارس؟ بعد از تئاتر پارس اگر چنگاهی هر از گاهی رفتم، مثلا یه دفعه آقای تئاتر مشدی عباد رو دیدم، آقای تفکری بازی می‌کرد. یاد از تفکری چه؟ بله، بعد آدم چاقی بود، یادم. تو چیز دیدی؟ تو کوچه ملی تا بله، تفکری. بله. یه دفعه هم توی خود تئاتر پارس آقای تفکری دیدم، مثلا منصرای چیزم دیدم. آها، منصرای ولی دیگه بزرگ جعفری شده بودم. بله، حتی منصرای تئاتر سعدی. یعنی یادت رو سعدی؟ نه، توی تئاتر دهقان دیدم. خب اجرای بعد. بله. اجرای دهه 40. آها، مثلا بعد سرباز خواجهشو دیدم. آره، اونایی که جعفری بعد از کویت. بله، 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 اونا رو دیدم. آره. تو اصلا تئاتر سعدی نرفتی؟ تئاتر سعدی نرفتم. یعنی زمانی که تئاتر سعدی بود 31 و 32 تئاتر سعدی موقع با... نه نه سنی نداشت، سنی نداشتم که برم. و بعدم که به قول همون تئاتر میرفتیم که باباه اون آقای عباس نژاده بلیط می آورد و میرفتیم. حالا قبل از اینکه برسم به رستم سهراب که بگم، من یادم مادر در واقع اسم مادر چی بود؟ بهش میگفتن امین آقا با قین. اوه خب. پدرم صداش میکرده، برای اینکه امین بابام بوده، خیلی خانم امینی بوده در بین فاک و فامیل و دوستان اونا. خاطره خوبی داری از بسیار، خیلی خاطره بسیار هم از پدر هم از مادر خاطره خوبی. پدرم زودتر مرد یا مادر زودتر؟ پدرم اول فوت کرد، بعد مادرم رو با خودم کارش درست کردم، بردم آمریکا. آها. سالها با خودم زندگی کرد، بعدم امریکا. که بازگشت کردم بود، ولی باز خارج بودم. مادرم فوت کرد شبی که در نیویورک تئاتر داشتم، یه تئاتر بسیار کمدی داشتم که نقش سیاه بازی میکردم و سالونم سولداد. بعد به زنم خبر، یعنی زنم زنگ میزنه به آقای اون به اون صاحب برنامه که یه اتفاقی افتاده،
و میخواییم به مرتضی بگیم مادرش فوت کرده و اگر میشه تئاترتون رو اجرا نکنی. میگه تمام تئاتر بلیطامون رو فروختیم و بیچاره میشیم. بهش نگین. چرشنگی همون کاری که در واقع چاپلین توی یکی از آثارش هستی که در واقع بهش خبر میدن. خب آقای عقیلی ببین، از زمانی که میرید به تئاتر در واقع رستم سهراب میبینی، با دوستت میری، اسخر آخانی هم با اینا با تون دوسته دیگه، بهمن هم با دوسته دیگه. نه تازه اولین بار میبینمش. ها تو اون پشت تا. خب سینما رفته بودی تو قبل از این؟ سینما رفته بودم. آره تأثیر نذاشته بود یاد بود؟ سینما یه تأثیر گذاشته بود. چه تأثیری؟ من و اسخر با هم خیلی سینما میرفتیم. مثلا میرفتیم سینما ملی، پنج بار تارزان میدیدیم. یعنی سینما نادر بعدی؟ بله، بعدا شد نادر. یه مترو هم بود تازه باز شده بود. بغلش بود. بعد انقدر رومون تاثیر گذاشت تصمیم گرفتیم تارزان شیم. تارزانا رو دیدی؟ آره، از فیلم های تارزان. آره، اوایل دهه 30 تارزان رو دیدی؟ دوست داشتیم تارزان شیم. حتی تصمیم گرفتیم بریم جنگل. میمون نداشتیم. دنبال میمون میگشت. تارزان یه دوستی داشت نامش چیترا. آره چیترا میمونش بود. آره آره. اینا حالا سر این بحث اون میشد کدوم میمونه باشیم کدوم تارزان. بالاخره تصمیم گرفتین کدوم میمونه باشیم. نه دیگه. نشد نرفتین جنگل. هر دومون میمون شدیم. فقط تارزان تاثیر گذاشت. بله. این تارزان خیلی رو تاثیر گذاشته بود. غیر از این فیلم ایرانی ندیدی اون سالها؟ اون سالها یه ویلگرد رو ندیدی؟ یه مادر یادم دیدم. آمال دلکش. بله بله. چهار حوادث رو دیدم. 34 دیدی خب؟ بله. شاید ویلگردم دیده باشم. 31 بود ملک موتی. از ملک موتی یادت نمیاد چیزی دیده باشی تأثیر رو؟ نه فقط این یه یقش رو اینجوری میکرد زیر بارون میرفت. اون چهار حوادث بود فکر میکنم. هم تو چهار حوادث بود هم تو ولگردم مثل که بوده. بعد بعدن فیلم طوفان در شهر ما رو خیلی دوست داشتم. آره 36-37 درده. آره آره. همون موقع بود که رفتم یه استودیوی بود به نام گورد. آکوا گورد؟ بله. کجا بود؟ تو خیابون ژاله به طرف نزدیک مجلس. رفتم اونجا عکس آرتیسی انداختم، عکس 15-16 سالگی. بعد یه سیگار لب دهن و نمیدونم اون مد بود عکس. آره آرتیسی من میذاشتم تو ویترین عکس. آره اینو گرفتم. آره. ببین اون تئاتری که رفتی تئاتر رستم و سهراب کجا اجرا میشه؟ این در 400 دستگاه یه دبیرستان دخترانه بود. سالن دبیرستانو گرفته بود. سالن دبیرستان گفته. کارگردان پدر آقای مفید. پدر آقای مفید. آقای عبدالحسین مفید اگه اشتباه نکنم. غلام حسین. غلام حسین مفیده. بعد بازیگرا هم که خودش هم بازی من خودش بازی نمی‌کرد. تئاتر برای پیشاهنگی بود. آها. بله. یعنی بیژن و بهمن بازی می‌کردن؟ نه بیژن بازی. اصلا بیژن کار باباشو بازی... قبول نداشت. آها. یادمه اون دوره، البته یه دوره یه مقدار سال‌های بعد یه تئاتری در انجمن ایران آمریکا اجرا میشد که پروفسور کوئمبی کارگردانی میکرد. بیژن آسیستان اول پروفسور کوئمبی بود. اون که اومده بود درس بده. پروفسور بله. که اومده بود درس مرحوم کامران دوستدار بود، برادر ایرج دوستدار. برادر ایرج دوستدار صدای کاووس. کاووس که هملتو گفته بود. بله خیلی خوب بود. درجه یک بود. که مرد سال چیز بازی میکرد. خانم رستگار بازی میکرد. فهیمه ایران. بله. این تئاتر که دیدیم، تئاتر که تموم شد اومدیم بیرون، بیرون بیژن با غلام حسین خان حرفش شد. همین تئاتر رستم سهراب؟ نه خیر، تئاتر چیزو اون تئاتری گفتی اونجا چیز دراز مال یوجین اونیل هم هست، قصه بلند یوجین اونیل. وقتی که اینو دید شروع کرد بحث کردن. پدر بهمن معتقد به حرکات بود مثلا اینا. اتفاقا یادم دقیقا بیژن ایستاده بود سیگار لب دهنش بود. آخه یعنی چی مرا دید دریا و کوه که با نامداران توران گروه چه کردم چه کردم ستاره گواه من است به مردی جهان زیر پا. شما دارین باله بازی چیکار خیمه شب بازی میکنین؟ یعنی سر نوع اجرا من یادمه
بابای بهمن اجرای مدرن رو قبول نداشت. آها این کم. خب نمایشنامه رستم سهرابی که دیدین رفتیم پشت صحنه. با رفتم پشت صحنه با خود مفید آشنا شدیم. بهمن آشنا شدیم. بهمن اونجا بود. بله. با هم دوست شدیم. سلام علیک کردیم و این دوستم گفتش که اینم دوست داره هنرپیشه بشه. خوب. میگه اگه یه موقع کاری باشه هر وقت خواستین میان. خب خب. شاید دیگه رفتیم یه ماهی دو ماهی گذشت دوستم گفتش که این خواستت بهمن مفید یه ما بعد یعنی بهمن مفید نه گفت بهمن گفته بیا دوستتو بگو بیا رفتی همون دبیرستان جای دیگه رفتی نه رفتیم خانه پیشاهنگی کجا بود رو به روی ورزشگاه خیابون شهباز رستوران جوان اینجا بود یه ورزشگاه اینجا بود که بقیهش مزرعه خیارکاری و اینا بود اینجا پدیدن یه دونه ساختمون بود یه سه تا اتاقش بالا اداره پیشاهنگی بود رفتیم اون طبقه بالا با بهمن آشنا شدیم بهمن گفت یه رول شما دارید یه نیزه داد به من خب شما اینجا وامیسی یه نیزه هم داد به اسقر گفت شما اینجا وامیسی آن رستم که میاد درو بستی چند سالت بود چند سالت بود من در حدود 99 درصد فکر کنم 15 سالم شده بود یعنی دبیرستان بودی؟ بله، دور دبیر کلاس نهم بودم سوم من این حرکتی که بهمن بهم یاد داد اولین استادم شد بهمن مفید بهمن مفید بهمن از تو بزرگتر بود بهمن دو سال از من سال. در شناسنامه دو سال از من بزرگتر من از اون به بعد الان بالای 50 60 سال همه جا میگم بهمن مفید استاد اوله چون بهم یاد داد چجوری نیزه رو بگیری نیزه رو بگیرم خودش گرفت نیزه رو و چنان نیزه رو قشنگ گرفتم که وقتی صدای بهرام وطن پرست نقش هومان رو بازی میکرد نقش منفی رو بهرام با بهمن از قبل دوست بود سه روز دو روز قبل از اینکه این گروه بیان تئاتر رو ببینن برای اجرا در تالار وحدت امروز هست یه تالاری بود نام فرهنگ بله رفتم دیدم که تو تالار فرهنگ جا بشه نزدیک اون بله بهرام وطن پرست صداش گرفت ای بابا آقا دیگه حرف تموم شد اینا نگران شدن چیکار کنم چیکار کنم گفتم آقا من رول ایشون بلدم حفظ کرده بودم حفظم در تمرینای بله در تمرین حفظ کردم گفتم بگو اجرا کردم گفتم باری کردم آفرینو کارگردان کی بود کارگردان غلام حسین خان بازیگر دیگه کیا بودن غیر از بهرام من بودم اسقر آخانی بود بهمن مفید بود بهرام که بگم آقایی بود به نام مسعود ترانه خوب. که خودش یه گروه داشت که نقش رستم رو بازی میکرد بهروز رضاپور که حجی رو بازی میکرد و نقش دخترش رو جمیله ندایی به به زن بیژن مفید ایشون بازی این هستش بله این گروه ما بود وقتی که اونا اومدن تئاتر رو دیدن گفتن که خب بهمن که خوبه سهرابه این اسم نمایش چی بود رستم و سهراب این آقا هم که نقش این پسرم که نقش هومان بازی میکنه چه صدای خوبی داره طبیعه چرا رستم رو به این ندادین رستمتون یه خورده ضعیفه آقای ترانه خب یخت ضعیفه رستمو بده به این پدر بهمن گفت که آخه خیلی کوچوله من در مقابل بهمن واقعا کوچولو بودم و خیلی هم لاغر بودم گفت خب کفشاشو بلند درست کنین یال و کوپالشو قوی کنین این خوبه آقا ما از نیزه دار در نمایش اول شدیم نقش اول رستم در رستم خب چه جالب خوب یعنی اون نمایش اول که نیزه دار بودی اسمش چی بود؟ همین رستم و سهراب بود. اونجا نیزه دار بودی در اجرا؟ نه، در به مرور در تمرینات. از اجرا اومدم. شدی؟ آره. قبل از اجرا اومدم هومان شدم. اومدم شدم رستم و در اجرا رستم بودم. پس اون نمایش که تو خانه پیشاهنگ دیدی اونم رستم و سهراب بود؟ نه، اون بیژن و هومان بود. بیژن و هومان. بله. آره آره آره. قسمت‌های شاهنامه رو غلام حسین خان عباس عاشق شاهنامه بود. تیکه‌هاشو در می آورد نمایشنامه‌ای یک ساعته درست می‌کرد مثلا یه قسمتی داره توی بیژن و هومان زمانی که هومان میاد گودرز هست گیف هست گودرز و گیف و چند تا پهلوان دیگه وقتی که
هومان میاد و به اینا میتوپه قبل از جنگ رستم و سهراب و از اینا میخواد که باج بدن، خراج بدن. وقتی که میره بیژن میگه نشان آنکه گردی بیامد دلیر، میان دلیران به کردار شیر. به پیش نیا رفت نیزه به دست، همی برخروشید برسان مست. تو گویی که از این لشکر نامدار سواری نبود که از در کارزار، که او را به نیزه برافراختی چو بر باغزن مرغ برساختی. اینجا که میشد مردم چه دستی میزدن و چه عشقی میکردن و چه هورایی میکردن. منظور اینه که این اکثر نمایشنامه‌هایی که آقای غلامرضا خان درست میکرد برای پیشاهنگی، یه نمایشنامه‌اش کمدی بود، تئاتری بود، یه نمایشنامه‌اش رزمی بود. تو تالار فرهنگ اجرا کرد. تالار فرهنگ. چند روز اجرا کردی؟ چند شب؟ یک شب. یک شب. موقع یک شب اجرا. یه شب اجرا بود. بله دیگه. خانواده. یعنی دقیقاً سالهای 40 خورده‌ای بود باشه. بله دیگه. بعد از این با آقای آشنا شدیم، ما به نام آقای عسکری نسب. منوچهر عسکری نسب. در کجا؟ در خانه جوانان تازه افتتاح شده بود. کجا؟ طرفای خیابان که سینما ولی عصر سینما رادیو سیتی اینا اونجا بود. بله بله. اون پشتای سالونی بود، جای بزرگی بود. آقای بود به نام قاسمی، اگه شما بشناسید. منوچهر قاسمی؟ منوچهر بود اسمش، یادم نیست. کارگردان داشت؟ کارگردان بود. بله. بعد گروهی داشت و اینا، اینا اونجا تئاتر اجرا می‌کردن. من و بهمن هم یه تئاتر 5 دقیقه‌ای قرار شد این جلو قبل اجرا کنیم. بهمن میاد رد بشه، یه نامه نویسه، بهمن میگه یه نامه بنویس. اینجوری بنویس اونجا تموم. تموم میشه. کی بردتون اونجا؟ کی از اونجا از اونجا کنار افید چجوری رفتین اونجا؟ من یادم نیست. آیای من اصلا یادم نیست چجوری رفتیم برای اجرا. ولی بهمن به من گفت یه برنامه یه بریم اونجا اجرا کنیم. من و بهمن و وطن پرست بودیم. سه تایی وطن پرست گیریمورمون بود. من پالتوی بابامو دزدیدم با کلا شاپکاشو آوردم که نقش شیره کنار خیابونی رو بازی می‌کردم. یعنی تک پرده جلوی نمایش. تک پرده جلو آوانسن. آها، یعنی حالت پیش پرده. بله بله. وطن پرست هم ماره گیری مثلا می‌کرد و اینا. تو بهمن. من و بهمن. ما این 5 دقیقه نمایش رو برای 1 ساعت بازی کردیم. جالبه. هی ادامه پیدا کرد، هی اون تکرار کرد، هی گفت بداهه. بداهه، بداهه، مردم هم با ما راه اومدن. این دست زدن خندیدن. بله. آخر که نمایش تموش اومدیم بیرون، یکی از بچه های آقای این منوچهری نیامده بود. این آقای که منوچهر قاسمی. قاسمی. نیامده بود. گفت آقا چیکار میکنی؟ به من گفت چیه؟ گفت رول یه نوکر. گفت بده عقیلی. گفت عقیلی ندیده که؟ گفت تو قصه رو بگو، عقیلی هم برات انجام میده. خب. ما به این ترتیب بعدش آقای چیز رو دیدیم. عسکری نسب رو دیدی؟ اونجا بود؟ آره. گفت حیف نیستین شما اینجوری دارین حروم میشین، چرا نمیریم پیش شاهین سرکسیان؟ آه. گفتیم شاهین سرکسیان کیه؟ به من گفت من میشناسم، استاد بیژن بوده. شاهین سرکسیان کجاست؟ آدرسش کجاست؟ فلان. ما دست جمعی رفتیم خدمت سرکسیان. اون زمانی بود که شاهین از جدا شده بود. جدا شده بود دیگه، تنها شده. آره بود. گروه تئاتر مروارید داشت. بله. فقط با گروه ارامنه کار میکرد. آها، یعنی از اسکوئی جدا شده. بله بله. سه تا نمایشنامه تک پرده داشت با ارامنه کار میکرد، به نام گل روی لب ماره پیراندلو. بله بله. محلل صادق هدایت. بله. یه بارم قبلا اجرا شده. بله. یه دونه دیگه بود. سه تا نمایش داره. شاهین خونش رفتین؟ بله، ما خونش زندگی میکنم توی این کریم خان که میرفتی اول مدیری دست راست میرفتی بالا، دست شب دوم میخونه بود. خیابون رشت رو میگی تو؟ بله، حتما اونجا بود. آره، یه خیابونی هم اونجا. آره، من تو اونجا طبقه سوم بود دیگه، درسته؟ دوم. دوم بود. بله. یعنی تو خونش بود، یعنی کارا تو خونش. بله. یه دونه میز داشت. آها. دور این میز تنها میشستی. زندگی میکرد شاهین. زنم با یه کارگر داشت. آ یه مستخدم بشه. آره خب. یه مرد بود، یه اتاق داده بود دو این تو این سالن، این گوشه تختش بود میخوابید، اینجا تمرین میشد و میگفت هر چی میفته این پشت میفته. وقتی رفتین علی نصیریان و فهیمه راستکار و خجسته کیا و اینا هم پلو شاهین بودن؟ نه،
اینا همه رفته بودن. اینا بعد از بلبل سرگشته است. آها. بعد از اینکه نبردنش پاریس. آها. دیگه قهر کرده بود. آه قهر کرده. ما زمانی رفتیم خدمتش که ما 17 تا بودیم. رفتیم گفتیم ما 17 نفر علاقمندیم و دوست داریم که شما سه نفرتون بهرام وطن پرست و تو و بهمن مفید و اسقر آقا خانی این چهار تا که بعد ها با بودیم. بعد رضا میلوهی اضافه شد. ای رضا اونجا بود؟ بله. بعد خانم احتاج نزومی اضافه شد دیگه. حالا این ما که رفتیم پیشش گفتیم آقای شنی سرکسی ما میخوایم بیایم شاگرد شما بشیم تو خونش بشکن. تو خونش گفت من با ایرانی ها دیگه کار فارسی یا زبان ها کار نمی کنم. من خیلی زحمت کشیدم. من خیلی این کارها رو کردم. التماسش کردیم. خواهش کردیم. گفتیم ما اونا نیستیم. اونجوری نیستیم. ما وفاداریم اینا. گفت من بیام کار شما رو ببینم. باز ما داشتیم بیژن و هومان رو تمرین می کردیم. اومد کار ما رو دید. کجا دید؟ توی باز پیشاهنگی. ولی پیشاهنگی حالا جاش عوض شد و یه سالن خیلی بزرگ شد. تای شهباز. اومد اونجا دید و گفت تا این شما دارین باله کار میکنین، این تئاتر نیست. با من کار میکنید، با من لهجهشو میگم، با من کار میکنید باید تئاتر کار کنید. گفتیم باشه. از این 17 نفر ما 4 5 تا باقی موندیم. آها. چون هر روز میگفت ساعت 2 بیاین میافتین خونه اش. 5 میرفت سر کار. ماشین نویس سفارت بود، ترجمه ها رو می‌نویسه. کجا؟ فرانسه. آه جالب. فرانسهش خوب فرانسهش بود. کارش این بود، هی نمایشنامه می‌ذاشت، این نمایشنامه رو بخونی، این رول تو بخونی، این رول تو بخونی. سه ماه خب حالا این نمایشنامه رو بخونی. اولین بار میرلوی اونجا دیدی؟ نه، میرلوی بچه محل قدیم ما بود. تو همون دوره که ما تئاتر می‌ذاشتیم، همون آقای ترانه که رستم رو بازی میکرد. آها. اون از ما جدا شد، یه گروه تئاتری درست کرد برای آموزش پرورش. خب 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 و همی تئاتر میذاشتیم، اونا اون گروه بودن، اینا این بودن. یه دفعه نشستیم با هم تلفیق شدیم، همه با گروه ترانه و گروه با گروه این با هم تلفیق شدیم. آها. دیگه رضا میلوهی هم اومد طرف ما. تو گروه ترانه بود رضا میلوهی؟ رضا میلوهی پسر خالش بود دیگه. ترانه پسرخاله رضا میلوهی بود. رضا میلوی با دو تا پسرخاله دیگه‌اش آقای جعفری که خدا بیامرزه ایشون هم رفت. بهنام جعفری میگی؟ بهنام آره دیگه. آره بهنام که فیلم مستندسازی کرد. بله یه هشون میگی میساخت تصادف. حتی من و همایون هم براش بازی کردیم. آره دیدم اون فیلمو. آره فریادها دیدم اون برنامه. خلاصه ما موندی میشه شاه سکسیان، ولی دو سالی این هی برای ما حرف زد، هی تمرین داد، اینو بخون اونو بخون اینو بخون. تا اینکه یه دفعه گفت حالا ما میخوام بریم کلاس اول. تازه چه جالبه، دو سال شما میرفتیم. دو سال، دو سال و نیم واقعا شدم. سه سال شد. آره میرفتیم اونجا کردیم. سه تا نمایشنامه انتخاب در راه کاردیش. آها. قفس و چنگال. چنگال رو داد به رضا میلوهی بازی شو بازی بازی کنه. رضا عاشق بازیگری بود. میلوهی میرم جزء بازیگرا بود. آره عاشق بازیگری. کاردیف رو داد به من و بهمن و اینا بازی میکردیم. قفس هم نقش اولش رو داد به وطن پرست. اوه چه جالب. خب بعد اینا رو در کجا گذاشت؟ در دانشکده هنرهای دراماتیک تو چهارراه آبسردار. چهارراه آبسردار. اونجا اداره تئاتر بود اون موقع، نمیدونم چی. اداره هنرهای دراماتیک. آره اونجا اونجا این تئاتر. اینجا اینا رو که گذاشت گفت حالا ما رفتیم کلاس اول رو گذروندیم، حالا باید بریم کلاس دوم. حالا چی آورد برای ما؟ چخوف آورد. چخوف خونی باید بکنین. این هنوز 44 نشده، یعنی هنوز تئاتر 25 شهریور تأسیس نشده. قبل از تأسیس 42 43 شاید میخواست تأسیس بشه. آره میخواست تأسیس نشده. آره. شاید میخواست. خلاص شروع کردیم. حالا یه 6 ماه یه سال نزدیک باز اینا رو خوندن. بعد در چیزو ترجمه کرد، در انتظار گودو رو. بعد گفت اینو باید تمرین بکنه. کی بازی کرد انزار گودر؟ در انزار گودر بعدن آقای اون که بعدن سیاد بازی کرد. سیاد بازی کرد. من بازی میکردم. تو اون موقع دیگه مرده بود. اون موقع دیگه شاهین مرده بود. آره اونا گذاشتن شاهین بود. ولی اون موقع که ما تمرین میکردیم یکیشو من یادم بازی میکردم. استراگون و چیز اینا. آره. همون دو نفری که داشتن صحبت میکردن. آه بهمن هم پیش ما رفته بود. آره. اون موقع بهمن هم رفته بود. نه. آره نه بهمن هم بود. مثل که من و بهمن میکردیم. بعد تمرین های بدنی میکرد. بعد
درسایی که میداد که واقعا شاید جالب باشه واسه بچه‌ها، واسه اون جوانایی که دوست دارن هنرپیشه بشن، میگفت من وقتی شما یه نقش رو میخونید، این نقش رو که میخونید، این نقش رو باز کنیدش، بشکافیدش و تمام گوشت‌های تنش رو بریزید دور، تمام خالی کنید، اسکلتش کنید، حالا اون کاراکتری که فکر کردید رو این بسازیدش. جالب، خیلی جالب. با لحظه هم صحبت بود. بله، باید بسازیدش. آه. اینجوری میگفت. و وقتی که اونو ساختید، اون دیگه حسینو میبینه مثل مرتضی عقیلی نمیبینه، اون یه جور دیگه میبینه، اون دیگه مرتضی عقیلی نباید باشه، اون بهمن مفید نباید باشه، اون مثلا باید لویی باشه. نگاه لویی با مرتضی عقیلی فرق میکنه. اگر تو این پوست و تنگ و استخون و اسکلت نکنی، جدید نسازی، که کاراکتر نساختی که. اگر پای تو کارگردان میگه شل بزن، باید یه دلیل براش بذاری، یا تو جنگ شل شدی، یا تصادف کردی شل شدی، یا مادرزاد شل به دنیا آمدی. ببین اون سالهایی که تو الان پیش شاهینی و سالهای 42 43 هست، که آخرین نمایش هم آبان 45 دیگه. بله. آبان 45 43 44 سینمای ایران خیلی روش کرده بود. تو فیلمای فردینی میدیدی اون سالا؟ ما یه گنج قارون شنیدیم خیلی خوبه. رفتیم کجام سینما رفتیم؟ یادت نمیاد؟ اون جالب بود. خیلی علاقه به سینما. نه دیگه سینمایی نمیرفتیم، مثلا انقدر مشغول، یعنی تئاتر خیلی وقتتون گرفته. بله، انقدر مشغول به این کار بودیم و انقدر باید این چیزایی که این میگفت، هم درس میخوندیم، هم درس میخوندیم، هم باباه نباید میفهمید ما میرفتیم تمرین، که اونم باز مشکل ما بود و جایی نداشتیم غیر از خونه شاهین سرکسیان و اونجا تمرین میکنم. آره دیگه، بعد از ظهر باید میرفتم. میشه از چه ساعتی بعد رفتیم تمرین؟ دو تمرین. تا چند؟ تا ساعت 5-6. اون بعد 6 خونه میرفت بیرون، میرفت برای ترجمه. من از دلگشا، بهمن از شهباز، وطن پرست از شهباز، رضای میلوی نزدیک میدون توپ چیز خراسون، پیاده جمع میشدیم میرفتیم کریم خان. یک پاکت سیگار یه تومن خریده میشد، حق یه پک داشت کسی بزنه، نه اینکه مثلا، یعنی اینقدر گروه فقیر بود. فقیر بود. نمایشنامه بهارهای از دست رفتری که میخواستیم بذاریم، دکوری که آروی داده بود خیلی مشکل بود ساختنش. بهارهای از دست رفته در دانشگاه تهران ما گذاشتیم، هنرهای زیبا. تالار هنرهای زیبا. بعد شاهین ما اومدیم خونش، گفتیم یه آب یخ فیض الله بیار، اسم کارگرش فیض الله بود. گفت آب یخ نداریم آقا. گفتیم چرا؟ گفت آقا یخچال گرو گذاشته. گفتیم برای چی گرو گذاشته؟ گفت رفته تناب خریده. با تناب آربی بهش گفته مثلا اینجوری به چیزی بسار. یعنی پول خرج تئاتر رو خود شاهین میداد؟ خود شاهین میداد. خیلی جالب. یعنی دولت کمکش نمیکرد؟ اداره هنرهای دراماتیک کمکش نمیکرد؟ خیلی امید داشت. میگفت جعفری 6 ماه تو خونه من قایم شده وقتی تو دیگر میگرفتن. حالا صاحب تئاتر کسراست، من میرم پیشش ازش تئاتر میگیرم. رفت پیش آقای جعفری، جعفری گفت شبیه 1500 تومن پیش باید بری تا سالن بده بدن. اون موقع که کسرا رو گرفته بود. بله، اومده بود تو کسرا. یعنی خیلی بهش نامهربونی شد. به شاهین. خیلی. و آخرین نمایش هم تو بازی کردی. بله. یعنی روزنه آبی. بله. رادی هم اومده بود پلو شما. بله. بله. چون من تا اونجایی که خوندم آخرین نمایشش تو بودی. بله. بهرام بوده. بله. آره. مهتاج نجومی بوده. آره. روزنه آبی. بله. که اصلا مثل این که قبل از این که نمایش به روز صحنه فوت کرده. بله دیگه، فوت کرد، که پرده سومش رو آربی آوانسیان کارگردانی کرد و خیلی جالب بود که آربی. شما اولین بار بود آربی رو میدیدین؟ ما اولین بار بود. بله. از این از خارج فقط از آربی شنیده بودیم، از شاهین. اسم آربی رو شنیده بودیم. بله، یه شاگردی داریم خیلی باشوره، خیلی خوبه. بعد زنگ زدیم به خاطر اینکه کارگردان مجدد نه. وقتی که گروه جمع شد، شاهین چجوری فوت کرد؟ شاهین بعد از ظهر با ما تمرین داشت. خب بگو ببینم. با ما تمرین داشت، یعنی امشب الان داشت، شبه. آه. فردا ما تمرین داریم. آها. بهزاد فراهانی با
همین آقای عسکری نسب اینا یک تئاتری گشته بودن انجمن ایران آمریکا به نام حادثه درویشی. آقای راد بازی میکرد. آقای راد بازی میکرد. من خونه بودم، ساعت 11 بود یا 10 و نیم اینا بود، زنگ تلفن ما زده شد. بهزاد به من گفت ناراحت نشی یا یه خبر میخوام بدم، شاهین سرکیسیان مرد. گوشی رو گذاشت که من باید برم رو صحنه. شاهین سرکیسیان مرد یعنی چی؟ شاهین سرکیسیان مرد. بلند شدم با داداشم سوار ماشین شدیم رفتیم. ما موقع سینما مولر روش میشستیم. آره بجاتون دلگوشا عوض شده بریم بله شریعتی شریعتی شما بیچم رو بله سوار شدیم رفتیم در خوش شاهین. سر خوش شاهین بسته است، مهرمون شده است. ای ای شاهین مرد. برگشتیم خونه گفتم نبا ما اشتباه رفتیم در خونه. باز نوعته رفتیم در خوش. توی خونه من یه اتاق من یه تابلوی انقدی از شاهین سرکسیان کشیده شده بود. یعنی من شاید دروغ نگم اول شاهین رو دوست داشتم بعد بابامو دوست داشتم. یعنی اینقدر وابستش بودم. من تئاتر رو از شاهین یاد گرفتم. من یاد گرفتم چجوری انسان باقی بمونم. من یاد گرفتم چطوری خودم رو حفظ کنم. میگفت هنرمند مثل کسیه که مسابقه 200 متر داره میده. اگر سرتو برگردونی ببینی کی پشت سرته، مسابقه رو باختی. وقتی شروع کردی باید بری. همیشه تو 200 متر باید بری. نمیتونی 50 متر، 80 متر، 90 متر بری. چون بقیه جلو میزنن ازت میرن. و حسودی هیچ وقت نکن. چه حرفه خوبی زدی. و اگر رفتی تئاتر رو دیدی از تئاتر خوشت نیومد، حق نداری بری به کارگردانش بگی خسته نباشی دستت درد نکنه. تئاترت خیلی خوب بود. چون گمراهش میکنی. بهش خیانت میکنی. تئاتر میری میبینی بگو من خوشم نیومد. راه نماییش کن. گولش نزن. همه ایرانی ها میرن پشت سر. آخرین باری که شاهین دیدی یک روز قبل از مرگش بود. یک روز قبل از مرگش. یک شب قبل از دو شب قبل از مرگش آره دیگه تمرین کردیم. فردا شبش قرار بود. یه شب قبل از مرگش دیدم. شیش رفته بودیم از پیشش کنار. یعنی تمرین داشتیم میکردیم همین نمایش روزنابی. آره روزنابی رو تمرین میکردیم. دیگه اجرایی تمرین میکردیم. حتی پردسته‌مون هم تمرین میکردیم. ولی شاهین داشت برای خاطرات خودش یادداشت میکرد. برای میگرد تا اونجاش یادداشت کرده بود. بعدم که آربی آمد. دیگه آربی آمد. آربی چه فرقی میکرد؟ برای شما چی بود آربی؟ چه تأثیری داشت؟ آربی شما مثلا فکر کن میگی من مثلا میرم آمریکا، همه زندگیم دست این لیوانه. شما از این لیوان دیگه حرف شنوی داشته باشی. من آربی رو قبول دارم. بعد ما آربیه. یعنی خودش معتقد بود بعد از شاهین آربی میتونه کار اینو ادامه بده. شما آربی جوان دیدین؟ آربی که جوان جوانه بعد شاید بعض ما هم سنش کمتر بوده. آره آره چی کمتر بله. ولی بچه بسیار فهمیده و باشعور. از اونجا با آربی آشنا شدیم. یه با آربی دوست شدیم و یه رفیق شدیم و دیگه هم گروه شدیم و کارامون انجام شد. و شاهین شب اولین شب اجرام آربی اومد یه شم اینجا گذاشت، یه شم اینجا گذاشت. تالار انجمن ایران آمریکا بود. کجا بود تالار انجمن ایران آمریکا؟ عباس آباد بود. عباس آباد دیگه همین آره همی که سینما شهر قصه قدیم. نه، جلوش اون خانم بالاتر بود. خانم پرش فکری کرد. یه شم اینجا بود، یه شم اینجا این کنار صحنه اینا رو باش روشن می‌کرد. آربی میره. نمایش شروع می‌شد. صحنه‌ای که شاهین سرکسیان میزانسنش تموم شد و شما تموم شد. ده شب. نه یه شب. ده شب. اینم یکی از اون ماجراها بود. خیلی زیباست. از اونجا تو تئاتر عوض شد. یعنی از شاهین رفتی کجا؟ من از شاهین با آربی موندم. خب پژوهشی ژرف و سترک رو بازی کردم. بازی کردی پژوهشو؟ کیا بودن تو پژوهش ژرف و سترک؟ آقای پور صمیمی بود. سعید پور صمیمی. خب خانم نجمی بود. آقای پور حسینی بود. آقای عباس معیریان بود. آقای که در آلمان فوت کرد. از دوستای خیلی خوبم هم بود. یادم رفت اسمشو. با اونجا با نلبندیان ماشنا شد. بله نلبندیان که شد مدیر تئاتر کارگاه نمایش. کارگاه نمایش دیگه. بعدن تو رفتی کارگاه نمایش. بله من... یعنی تو بعد از پژوهش رفتی کارگاه نمایش. بله بله کارگاه نمایش اصلا با وجود ماها تأسیس شد. کیا؟
همین من، پور حسینی، پور صمیمی، بهرام هم بود، بهرام وطن پرست بود، بیژن مفید، بهمن مفید هم بود، بهمن مفید نبود، نه باش با چیز کار میکرد، جوان مرد کار میکرد، آره رفت تو گروه هنر تاعتر میلی، آره این گروه بودن. و بعد خانم شوراق داشلو اومد و بعد دیگه خوب خیلی کسای دیگه اومدن، آقای خلج اومد و اینا بچه‌ای بودن که بچه‌ای با استعدادی بودن که اومدن و اینا اواخر دهه 40 دیگه. بله تو هنوز وارد سینما نشدی؟ من وارد سینما نشدم که آهان، در من با خانم خجسته کیام دو تا کار کردم، نمایشنامه گلدسته مال خانم خجسته کیام و منصور حلاج رو کار کردم. من گلدسته رو که بازی کردم، شاپور غریب منو در گلدسته دید، اومد پشت صحنه و به هم گفت دوست داری فیلم بازی کنی؟ گفتم چرا بازی نکنم، دوست دارم بازی کنم. گفت فلان روز بیا استودیو میساقیه، به هم آدرس داد برای فیلم عروس بیانکا. رفت آره. چه صحنه بازی کردی؟ من ندیدم. بازی نکردم آقا، رام ندادم. قبولم نکردن. چرا؟ آقای میساقی تهیه کننده بود. خب موقع هم تهیه کننده ها بالاخره حرف اول میزدن. حرف اول میزدن. میساقی هم حرف اول میزدن. بله اونم که یه خود بالاتر از قدر قدرتی بود برای خودش. حتی من که نمیشناختم، ولی ما رفتیم یه استودیو. اسم میساقی رفت یعنی خیابونی چیز دیگه. ایرج. ایرج دیگه. بله بله. بعد اومدن، بعد صدا کرد شاپور جان. اومد گفت بله قربان. گفت اون برای اون حسن چشمکی چیکار کردی؟ گفت پیدا کردم. گفت کیه؟ گفت این آقا. گفت هر آشغالی را تو خیابون میاری. این یادت بود؟ این یادم بود. وقتی کارگردانی کردی برای جای امنو بهش گفتی؟ گفتم بله بهش گفتم. بعد چیزی جالب، فقط واقعا جوانای ما یاد بگیرن صبر و شکیبایی در هر موردی، صبور باشن، فکر کنن. من سرباز بودم، داشتم قسمت هنری سربازخونه بودم، یعنی بخش ارتباطات نمیدونم چی، داشتم با یه گروهبان یک میرفتم، رسیدم به ساختمان پلاسکو، بعد نگاه کردم با خودم یه حرف بدی زدم به صاحب اینجا، چی ساخته رفته بالا. این گروهبان یک میدونی به من چی گفت؟ گفت با این حرف تو به هیچ جا نمیرسی، نگاه کن بگو این چجوری اینجا رو ساخته که من بتونم لنگرش رو بسازم. چه جاله؟ اینه که اگر شما به آینده نگرش نداشته باشی، فقط امروز رو ببینی، بازنده ای. یعنی باید خیلی نکته ظریفی. بله باید اولا صبر داشته باشی. صبر؟ امسال نمیشه، شش ماه دیگه میشه، شاید یه سال دیگه بشه. آقای آنتونی کوین گفت وقتی که 70 سالم شد احساس کردم از هنر افتادم و قصه خوردم، ولی بهترین فیلمامو بعد از سن 70 سالگیم بازی کردم. همیشه فرصت برای بازی خوب کردن هست. همین شاپور غریب از اینجا تو رو برد تو کاکو؟ از آهان، بعد از این رضای میلوهی رفت به آلمان. آها دیگه بچه ملا دیگه دیگه بزرگتر شده بودیم و دیگه یه تصمیمایی هست. رضای رفت به آلمان، از آلمان برگشت. شما دوست شده بودیم؟ بله بله دیگه خیلی رفیق بودیم، دوست خانوادگی اینا بودیم. بله همه دیگه بچه هم همه پشت محل، بعد به قول معروف تنگ غروب دور هم ازدواج دارمشت. نکرده بودی هنوز که؟ نخیر نخیر. آقای میلوی برگشت، میلوی چیکار میکنی؟ میکنی یه قصه دارم برای استودیو آسفیل، همون رقاصه آره. داشتیم آسفیل مینویسم. اتفاق چرا که من عروسی کرده بودم. آها. سال 50 من عروسی کردم، ازدواج کردم. 49 البته رقاصه 49 اون موقع هنوز یادم نیست، من 49 عروسی کردم دیگه، بچه‌ام 50 به دنیا اومد. بعد بهمنم توشه، من خیلی ناراحت شدم. خب بچه‌ها بهمن رو گذاشتی، ما رو نذاشتی. بعدا که رفتیم فیلم رو دیدیم دیگه، این واقعا فیلم جا نداشته، مثلا واقعا فیلم نداشته. اون موقع تاعت کار میکردی بازی یا نکه تاعت کار نمیکردی؟ چرا اون موقع یادم نیست. اون موقع دانشگاه دراماتیک میرفتم
یادم. پس از دیپلم دار... گرفتی رفتی دانشگاه دراماتیک؟ نه دیپلم گرفتم رفتم سربازی، از تو سربازی میرفتم دانشگاه دراماتیک. این کنکور انتخاب شدی؟ بله 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 کنکور قبول. چند دانشگاه پس فارغ التحصیل دانشگاه دراماتیک؟ بله بله بله. در رشته تئاتر؟ رشته بازیگری و کارگردانی تئاتر. بله. آو پس اون دوره چی دیگه؟ دوره آقای مشایخی. با هم هم شاگردی بودیم. آو چه جالب. بله. من و بهمن و بهرام و آقای مشایخی و اینا. بهمن هم اومد دانشگاه دراماتیک. بله. بهرام اومد دانشگاه. بله بله. پس همه یه تیم همه با هم بودیم. بله. رضا میلویی که نیومد. نه رضا میلویی نیومد. رضا میلویی تحصیلاتش چی بود؟ رضا میلویی دیپلم گرفت رفت آلمان دیگه، رفت یه دوره سینما خوند و تو آلمان. بعد تو آلمان برگشت. بعد یه شب من داشتم برای آقای سیروس افهمی سریال یه پهلوانان. سریال تو پهلوانانش داشتم بازی میکردم، یه سیبیلای خیلی بلند اینا که تو کاکای دیده باشی. یادم دیدم اونو. به من تلفن زد خونه، گفت چی کار میکنه؟ گفتم خونم. گفت بیا دم سینما لنروش. خونم دم سینما لنروش بود. من رفتم دم سینما لنروش و بعد اوشون با یه بی ام دبلیو اومد. من یه پیکان داشتم. رضا؟ آره نه رضا با یه نفر که بی ام دبلیو داشت اومد. خب اومد و ترمز کرد و ایستاد و سلام علیکم سلام علیکم چطوری اینا خوبی هم یخت حرف زد و گفت آقای صادق پور یا آقایی رو به من معرف کرد. ایرج صادق پور. بله بله گفت آقای صادق پور هستن و ایشون هم آقای مرتضی عقیلی هستن. ایرج هم صحبت کرد. ایرج گفت پس بریم سر پل مثلا یه آب میوه چیزی با هم بخوریم. رفتیم سر پل، یعنی گفت بریم سر پل. رضا گفت بس تو برو من با مرتضی میام. ایشون با بی ام و رفت، رضا تو ماشین نشست و گفت تو فیلم کاکو رول گرفتی. گفتم رول گرفتم. گفت من نیدی گفت بریم سر پل. گفتم این کیه مگه چیکاره؟ بابا این تهیه کننده فیلمه برای فیلم کاکو. گفت اگر گفت بهش دنبال این هنرپیشه میگم. گفتم یه رفیقی دارم خیلی واسه این تیپ خوبه. گفت من ببینمش اگه خوشم اومد میگم بریم سر پل یا آب میوه با هم بخوریم، اگه بعدم اومد میگم شب بخیر من میرم. خیلی جالب. آره. حالا گفت بریم سر پل دیگه. رفتیم آب میوه خوردیم سر پل. بله آب میوه رو خوردیم. آب روشی معروف سر پل. بله رفتیم و بالاخره فیلم کاکو رو بازی کردیم. خب نقش خیلی خیلی عجیبیه قنبر که توی بله. کاکو بازی. نقش خیلی سختی بود. و نقش خیلی سختیه چون دو تا بازی داری تو. بله. و تو همونجا موفق شدی هم ترس رو بازی کنی بس. هم در واقع یک کار و هم شکل کمدی بگیره نقش، یه لحظات بامزه‌ای داشته باشه هم تلخ باشه. در واقع تجربت با شاپور غریب بود دیگه. بله تجربه کارگردان شاپور غریب بود. ولی میلوی خب پشوانم پشوانم رضا میلویی بود. رضا دستیار بود. بله که متاسفانه وسط فیلم قهر کرد رفت. چرا نمیدونم دیگه. حالا با شاپور دعوا شد یا با تایپ کننده؟ متوجه نشدم. فقط یه صبح بلند شدم گفتن رضا میلویی قهر کرده رفته. آه. زمانی که دستیار بود میامد با تو صحبت میکرد؟ آره با من صبح یه روز آخه من همش نمیدونستم چجوری فیلم برداری میکنم. آها خب به خودم میگفتم اولین صحنه که بازی کردی کدوم صحنه بود؟ همین الان خدمتم. به خودم گفتم خدا کنه یه صحنه اول آقای ملک مطیع بازی کنن ببینی من ببینم اینا چجوری بازی میکنن. یهو دیدم آفیش کردن که صبح اولین صحنه که تو کوچه داری قنبر رو با جاهل گنده میان که 7 تا ایست داره و 7 تا فوکوس داره. خب آفتابم نیم ساعت بیشتر در روز اونجا نمیتابه. خوب. این سکانس رو باید بازی کنم. شانس ما رو نگاه کن. حالا اولیش هم افتاد به اینجا. گفت رضا بهم گفت آبرو نبر یا خیلی راجع بهت حرف زدم. گفتم باشه رضا چیکار کنم؟ من اولا عادت داشتم حفظ کنم، اصلا حفظ کردن برام مهم نبود. خلاص اون تیکر رو حفظ کردیم. خوشبختانه من و شیرنده اتاقم یکی بود، با هم تمرین کردیم تو اتاق هاشم. هاشم بله با هم بازی کردیم و گفتن حرکت. یه تک گرفتیم دیگه. چه خوب. آره خیلی خوب اومدیم دیدن دستن هم برامونو باری کرد. آره. چه خوب. آره که الان خوب بازی میکنی و تمام لحظات خوبه. تو قهوه خونه خوبه. بله. و توی زورخونه اون انتها که به نظر من درجه یک اون تیکه که تو میزنم و با ترس میزنی سفتر میزنی با ترس میزنی خیلی سنه درجه یکه دیگه. لوتی رو بعد از این بازی آره کردی؟ آره بعد آقای ملک مطیع خب من روی یعنی اصولاً برای بزرگترها احترام قائلم، فرق نمیکنه برام حالا در چه شخصیتی هستم. همیشه مثلا من ایجاق جلوی آقای ملک مطیع نشستم، اگر ایشون ایستاده واسطه مثلا واسطه‌ام یا جلو آقای فردین مهم نبوده، شاید اجازه میدادن، ولی به خودم این اجازه رو مثلا هیچ وقت با برادرم که راه میرفتم جلوتر ازش نمیرفتم، همیشه دو قدم پشت سر برادرم راه میرفتم.
یعنی اینو آموختم، اینو از شاهین سرکسیان واقعا یا از خانواده یه جا آموختم که اینو میدونم که بالاخره یکی که یک روز زودتر از من در کاری که من توش هستم ایشون اومده، ایشون اجهیت داره و قابل احترامه. من یه راجع به این احترام خدمتتون عرض بکنم، یه اتفاقی برای من افتاد در آمریکا و همیشه این گلگی رو از صنف خودمون دارم که چرا خودمون به خودمون احترام نمیذاریم، چرا من که از اینجا میرم بیرون پشت سر شما حرف میزنم، چرا پشت سر شما تعریف نمیکنم، چرا پشت سر شما حسادت میکنم. من در آمریکا یک دوره مجبور شدم غیر از کار تئاتر کار دیگه ای بکنم، کار امداد اتومبیل میکردم، یعنی در خیابون ها به ماشین های خراب کمک رسانی میکردم. یک روز منو دعوت کرد، یعنی دعوت نه، به من دستور دادن برو به این آدرس در خیابان بیولیز، منزل آقای پیتر. رفتم منزل آقای پیتر، وقتی که در باز شد یک خونه بالای 5-6 هزار متر حیاط بود، یک آقایی داشت گلف بازی میکرد. وقتی که وارد حیاط نگاه کردم دیدم پیتر فالک، پیتر فالک بله داره گلف بازی میکنه و سلام کردم، اینجوری دست نکون داد باستادم، اومد جلو به من گفت درایور، راننده، آیا تو ماشین رویز رویز میدونی چیه؟ گفتم بله. گفت من رویز رویزم، یک چرخش پنچره، برام پنچریشو بگیر. و به اون خانومی که ایستاده بود داشت بهش گلف یاد میداد، توی فیلم بعد نقش یه گلف باز بازی میکرد، حالا چی داشت تمرین میکرد. گفتم برگرد. من با ماشین رفتم به طرف یه پارکینگی بود خیلی بزرگ بود، 10-15 تا ماشین کلاسیک توش بود. بعد ماشین رو واسوندم و وسایلم رو آوردم و گفتم من تو ماشینام عاشق این روج رویزم هستم، مواظب باش دستت نخوره به ماشین، دست حتی کثیفش هم گفت درتی هندت، گفت دست کثیفت نخوره به بدن یه ماشین من یه موقع. گفتم نه مواظبت میکنم. خب دستکش دستم کردم، خیلی با احتیاط شوکم چرخشو باز کردم و چون روج رویز برعکس ماشینای معمولیه به چپ مثلا با میشه به راست بسته میشه یا به چپ بسته میشه به راست، این بود که خیلی مواظبت داشتم میکردم و پلاستیک میذاشتم سر مهره ها میچرخوندم اینا. بعد بهش گفتم که من فیلم معجزه سی و شما رو خیلی دوست داشتم و خیلی فیلم خوبی بود و خیلی خوب توش بازی کردی و حقتون بود جایزه اسکار بگیرین بابتش و اینا، ولی این آخرین فیلمی که بازی کردین نقش پدر بزرگی، من جای شما بودم بازی نمی‌کردم، بازی نمی‌کردم. یو گفت ها تو کی هستی که راجع به فیلم آمده؟ تو یه راننده توترایکی که داری پنچری ماشین منو می‌گیری. گفتم نه منم آخه تو کار شما بودم. گفت سیم جم کن بودی؟ گفتم نه. گفت مثلا ریل تراولینگ می‌روندی؟ گفتم نه. گفت بلیط فروش بودی؟ گفتم نه. گفت آپاراتچی بودی؟ گفتم گفت چیکاره بودی؟ گفتم آکتور بودم. 70 تا بالای 70 تا فیلم سینمایی بازی کردم، 30 تا نقش اول بازی کردم، من قصه‌ی جان اشتنبیکو بازی کردم، من موش آدم‌های جان اشتنبیکو بازی کردم، من مادمازل جولیه استرینبرگو بازی کردم، من دایوانیای چخوفو بازی کردم. من همینجوری میگفتم، این تعجبش میره بالا، گفتم 4 تا فیلم سینمایی ساختم، من مثل تو که تو مملکتت اسکار گرفتی، اسکار گرفتم تو مملکت خودم، جایزه سپاس گرفتم تو مملکت خودم، ولی حالا مجبورم این کار رو دارم میکنم. یهو گفت don't touch my car، دست نزن به ماشین من، برو کنار، جمع کن مسئول تو، برو جمع کن. من گفتم من که حرف بدی ندادم. گفت نه ماریا ماریا، یه خانمی رو صدا که من گفتم الان میخواد بگه پلیس زنگ بزنم یه دینه ببره، این خیلی حرف زیاد زیاده من، یه دوربین منو بیار ما این عکس بگیرم، میدونی این کیه؟ شروع که از من تعریف کردن. چه جالب. و بهم گفت ببین دیگه خونه من نیایی ها. گفتم من کار بدی نکنم. گفت نه برای کار نیا، تو همکار منی، تو همسنف منی، من خجالت میکشم تو برای من کار کن. خیلی قشنگه، خیلی قشنگه. و متاسفانه ما اینجا خیلی این مسئله، من همینو میگم، چرا من وقتی پشت سر شما حرف میزنم یک نفر نیست که بگه آقا نگو این حرفو، خودمون به خودمون احترام بذاریم. یعنی اونجا یه غریبه
یه آمریکایی مردی که به من گفت دست کثیفت به ماشین من نخوره، با من دست داد و منو بغل کرد. خیلی جالبه. و به من گفت من دوست دارم فیلم جانشتم به که تو ببینم. من یه نسخه VHS واسش بردم، بعد یه نامه برای من نوشت، گفت نمیدونم مال کدوم مملکتی، نمیدونم از کجا اومدی، ولی چطور ملت اجازه میدن تو همچین کاری رو توی مملکت انجام بدی؟ هیچ وقت برای کار خونه من نیا، ولی هر وقت دوست داری بیا در خونه من به روی تو بازه. بسیار زیباست، خاطری بسیار درخشان و زیباست. اینه که بخوام بگم یاد بگیریم. چرا فکر میکنیم مثلا صنف دکترها خیلی محترمن؟ برای اینکه خودشون به خودشون احترام میذارن. چرا ما نباید به خودمون احترام بذاریم؟ چرا اگه فیلم من کار کرد شما باید فوش بدی بگی فیلمش مزخرف که کار میکنه؟ اگه فیلم شما جایزه بگیره من حسادت بکنم بگم الکیه نمیدونم فلان؟ آقا به هم احترام میذاریم. ما که به هم احترام میذاریم مردم مجبورن به ما احترام بذارن. ما احترامو باید بگیریم، داشته باشیم. خودمون که پشت سر خودمون حرف میزنیم، این دهن به اون دهن میگه خودشون هم قبول ندارن. بسیار زیباست. متاسفم. خاطره بسیار زیبایی و متاسفانه هنوز هم تو فضای هنر این مسئله هست و حل نشده. یعنی متاسفانه نمیدونم ریشش در چیه، در چه فضایی، در چه شرایطیه، نمیدونم. به هر حال سالهاست که منم هستم، سالها هم شما بودید، در واقع حل نشده. هست، بله، متاسفانه هست. خب رفتی لوتی، ملک موتی تو رو برد تو لوتی. بله، آقای ملک موتی بهم زنگ زد گفتش که من اون موقع خانمم بیمارستان بود برای کیسه صفراش. بعد در واقع رفتی استدیوی؟ رفتم استدیوی عباسی، علی عباسی، علی پیام عباسی. بله، پیام کوچه مرد. بله، رفتم. آقای ملک موتی بهم گفتش که آقای عقیلی عزیز خیلی پسر خوبی هستی، خیلی آقای، چون من سر فیلم برداری سعی میکردم جزء خدمه باشم. کمک میکردی؟ بله، یعنی هیچ... سر کاکو کمک. بله، جزء کسایی نمیدونستم چون بازیگرم منم تکیه بدم، مثلا سری خودم رو در حد آقای وسوق بدونم، سری خودم رو در حد آقای ملک موتی بدونم، خودم رو در حد خودم میدیدم کجا هستم. اصلا به مغز اونا کاری نداشتم که من دانشکده دراماتیک رفتم، من تئاترایی بازی کردم. الان در این فیلم من نقش قنبرم، من باید یه قنبره باشم، قنبر خوبی در بیام. بله بله. از آب. این است که آقای ملکی گفت من الان میدونی چرا تو رو صدا کردم، تو ملکی هنرمند خیلی خوبی هستی و جنست نوع دوست دارم با کار بکنم. یعنی جنس نوع رو گفت. بله بله. خیلی جالبه. خوب. جنست نوع من هنرمندهای دیگر رو باهاشون دوست ندارم کار کنم، چون پشت سر من ادا در میارن. پشت سر من ادا در نیار. صحنه‌ای که خودت کمدی داری خودت کمدی تو بازی کن، پشت سر من ولی ادا در نیار. گفتم چشم. چه حرکتی که من پشت سر شما دادم. شروع کردیم کار کردن. آقای خسرو پرویزی کارگردان بود. من فیلم اولمو گرفته بودم 3500 تومان. کاکورو. کاکورو. آقای صادق پور بهم داده بود، من که دو ماه ماشینم هم در اختیار کمپانی شده، دو ماه هم براشون کار میکردم. بعد رفتم میشه برادرشون آقای منوچهر صادق پور برای یه فیلمی، نم چی کله پز بود، عباس کله پز بود، چی بود، یه رولی داشت. بعد گفت 1000 تومن بهت میدم. گفتم آقا من فیلم اول رفتم 3500 تومن. گفت اونا ورشکست میشن به زودی. پولش اینو مفت میدن به آدم هایی مثل تو. آقای ملک مونی گفت چقدر برای دارم نکنم؟ گفتم آقا من فیلم اول 3500 گفتم. گفت آقای عباسی 5 تومن بده به عقیلی. ایشون گفت چشم. 1500 تومن قسط به ما دادن و اومدیم و از تو رفتیم. این نقش کاملا کمدی شد دیگه. یعنی بله در واقع یه جوری کمدی شد. کمدیش کردم. آه کمدیش کرد. کردم. کسیدم یه کاری، یه کارگر بود و مقل واسطه. آره هی چشم اوستاد. آره اصلا آره اوسابیدن و مابیدن و اینا همه از تو میاداره. از خودم بود. بله اوستاد. بله. این تکرارش اینا. بله. طهماسب خیلی خوب بجاد صحبت کرده. خیلی آقای طهماسب. هم تو قنبجه قنبر خوب صحبت کرده. هم بله. تو لوتی صحبت بله. کرده خوب بله. صحبت کرده. بله. یعنی کمدی شد. یعنی فرق کرد با قنبر. بله. یعنی یه تفاوت دیگه ای. و همین باعث شد بری تو پارس فیلم
به اون نقش کمدی عمل بله نقش شلوارک داغ رو بگیره. آره. اونم نقش عجیبی خوبیه، یعنی در واقع اول نقش کمدی تدید. بله مایل رضا میلویی آخه در همون زمان که من داشتم اوستا کریم بازی کردم فیلم توپولی رو هم داشتیم کار میکردیم. حالا داستان توپولی چیه؟ حالا توپولی میام مثلا. الان پس این نقش کمدی که تو در واقع بازی کردی در واقع در فیلم لوتی باعث شد که تو اصلا بری تو کار کمدی. من رفتم تو کار کمدی. قرارم نبود من در فیلم توپولی بازی خب کنم. خب حالا توپولی چی گوشش شد؟ آره. آقای میلویی که داشت مینوشت به من زنگ میزد نمیای این طرفا، من میرفتم در خونهشون. خونهش کجا بود؟ خونهشون پایین میدون جالب شهباز که میرفتی پایین تیر دوقلو نمیدونم اسمش چیه. تنها زندگی میکرد یا زن؟ نه با خانواده. با خانواده. رضا میلویی اینو میدونی که خانواده بسیار مذهبی داشتن. آها. و نواب صفوی هم جزء پسر عموهای رضای میلویی. چه جالبه. بله پدرش خیلی مذهبی بود، مادر مثلا شما فکر کنی من 40 سال با رضای میلویی دوست بودم، صورت مادر ایشون رو ندیدم هیچ وقت تو زندگی، خواهر ایشون رو ندیدم. با خانواده زندگی میکرد تو خونه؟ بله تو همون خونه با خانواده زندگی میکرد قبل از ازدواجش. داشت آقای همایون یه روز ایرج صادق‌پور رو میبینه میگه اگر قصه نویس خوبی پیدا کردی من میخوام موش آدم های یعنی انتخاب با همایونه. موش آدم های جانشتم بکو قصه کنم یه فیلم بسازم. میگه یه پسری اومده به نام رضا میلویی، رقاصه رو برای ما نوشته، کاکو رو برای ما نوشته و خوب می‌نویسه. آره کارش خوبه. این با میلویی آشنا میشه، قصه رو میده به میلویی، میلویی شروع میکنه اینو آداپته کردن و نوشتن. من که می‌رفتم خونه میلویی قصه مینوشت کاغذ میاد تو میخونی خب از تنور گره بگیر میخوندی؟ آره. میخوندم میگم این نقشی که مال منه که به خودم خب. به خودم اسیر. آره آره اصلا این کار منه، این جورج توی آره. چقدر این نزدیک به منه چقدر به ولی اصلا روم نمیشد مثلا میگم رضا این رول رو به من میدی. اون رولی که فخیم زاده بازی کرد حد اکثرش فکر کردم اونو برای من نوشته. هی اینا شروع شد کاستینگ کردن، هی هنرپیشه انتخاب کنن، زن انتخاب کنن، مرد انتخاب کنن. آدم ها اومدن، آدم های مختلفی رفتن و اینا. من یه روز تو حیاط نشسته بودم، گوشه حیاط نشستم، خانم آقای صادق بود، خانم اولش، نه خانم آفرین، با ماشین اومد تو و ایرج رو صدا که اومد گفت ایرج چی کار کردین؟ این گفته ایرج صادق بوده برای اسی چی کار کردین؟ گفته هیچ کاری نتونست کنیم. منو نشون میده که اون گوشه نشسته، میگه این پسره خمیرش خیلی نرمه، هر کی رو بذاری هنرپیشه معروف در مقابل همایون اون در نمیاد، یکی رو بذار کسی نمیشناستش، اینم که بازیگره. میگه با رضا میلویی صحبت کن. به رضا میگه، رضا میگه من یه ماه میخوام به تو بگم آقا بذار مرتضی بازی کنه این تا تموم شه این قصه. تصمیم گیرنده صادق‌پور بوده. صادق‌پور بوده به آقای همایون میگن. بله به همایون. آقای همایون میگه من سرمایه همایون. بله آقای همایون میگه من باید با مرتضی آشنا بشم. آشنا نشده بود اینا؟ نه نمیشناختم. ای جالب. خوب میگه یه سفر رضا میلویی میگه میخوام برم جا ببینم. کجا؟ شمال. شمال. آقای همایون میگه مرتضی رو هم دعوت کن ببریم با هم باشیم ببینم این چه جور آدمیه در سفر. ما رفتیم در مسافرت به قول معروف جا دیدن اینا، ما با همایون دوست شدیم و واقعیت اگر آقای همایون میگفت نه شاید من هیچ وقت تو پلی رو بازی نمی‌کردم. شما رفتین کجا رفتین؟ چقدر با هم بودین تو شما؟ حدود یه سفر 10 روزه رفتیم. آه. رفتیم با هم توی اتاق بودیم با همایون؟ نه آقای همایون اتاقش تنها بود، من آقای میلویی با هم بودیم. این همایون موقع استار تر بود؟ استار مثلا ما که عددی نبودیم. آره درست. ما خبردار با میسیم اینجوری الان هم با میسیم خبردار. من تا قناه آقای همایون دعوت کردم تاعتی که بازی میکردم دستشو بوسیدم، جلوش زانو زدم، واقعا افتخاره. با همایون وقتی تو رو تو سفر دید که بازی کنیم؟ بله بله موافقت کرد که بازی کنیم. اولین صحنه که اسیر بازی کردی کنم؟ اولین صحنه، صحنه که پشت پنجره گفتگوی خانم خوشگام و زکریا هاشمیه. آها. دارن دیالوگ میگن. نه روز. روز روز بله روز که ما داریم نگاه میکنیم تو توپولیا. بله
که فخیم‌زاده میاد میگه آقا جلسه داره، در باز میشه، خانم خوشگام میاد بیرون، آقای دوست عزیزمون زکریا هاشمی میاد بیرون، من میگم باهات صحبت دارم، دنبالش میرم حرف میزنیم، وسطش رضا میلوی کات داد، گفت کات، سر من داد زد که این تئاتر نیست، چرا داری تئاتری بازی میکنی، هنوز رولتو نفهمیدی، کات، تعطیل، فیلم داری تعطیل کرد. آقای همایون رفت باهاش صحبت کرد که تو نباید به هنر پیشه که یه همچین نقش سختی رو میخواد بازی بکنه، روز اول باش این کاری بکنه. میگه من رفیقمو میشناسم، این تواناییش بالاتر از این حرف هست، این متوجه نشده، باید متوجهش کنم و همین داد من اینو متوجه میکنه. متوجه شدی؟ متوجه شدم. همین صحنه رو تکرار کردیم؟ تکرار کردیم و بعدم که دیگه اسی شد. یک اتفاق تو توپولی میفته. توپولی اصلا میخوام راجع به میرلوی مفصل تر صحبت کنیم. توپولی و شورش اتفاقی هم تو سینما ایران، یعنی جلوتر از زمان خودشونن. میرلوی در افریت ماشین هم جلوتر از زمان خودش. بله جلوتر، اصلا اونم جلوتر، خیلی جلوتره دو تا فیلم. یعنی به اعتقاد من توپولی خیلی جلوه، شورش هم خیلی جلوه. اولا فیلم ها به شدت چپن، رضا میرلوی چپ بود، یه تفکر چپ داشت. رضا میرلوی واقعیتش تفکر انسانی زیادی داشت. رضا میرلوی برای هیچ چیز ارزش قائل نبود، برای این دنیای امروز به هیچ چیز علاقه نداشت. امروز چلو کباب بود براش فرق نمیکرد، ده روز غذا نبود براش فرق، گفت کاش یه زیپ بود میکشیدی پایین غذا رو میریختی توش میبستی. آخه شما فیلمو بعد از سیاهکل داریم میسازین، یعنی سال 51 سیاهکل اتفاق افتاده، چریکای فدایی محبوبن بله. تو جامعه و به شدت راجبشون صحبت میشه. خب فیلم که ضد سرمایه داری هست به شدت، اصلا خب رو اصلا تیتراژش اصلا اصلا اون که بله. قصه ضد سرمایه داری بله. آخه اون پلان اولی که تو مشت گره بله. میکنی علیه اون ساخته، اون از ایده از خود میلوی بود، خود میلوی بود اصلا اون پلان درجه یک بله. اون پلانی که تو پشت را میری یک بله. مکس داره، یک سکوت داره بله. بعد دستت میاد بالا بله. اصلا کل فیلم این المان ضد سرمایه‌داری توش هست. من برای همین میگم تو شورش هم هست. ببین در فیلم‌هایی که رضای میلویی، حتی فیلم سرکار غضنفرش هم که ما بازی کردیم، یا بدترین فیلم رضا میلویی به نظر من پاک باخته، من و همایون بازی کردیم، ما هیچ گونه دخالتی به عنوان آرتیست تو کار رضای میلویی نداشتیم. شاید خیلی کارا رو با هنرپیشه‌ها با کارگردانای دیگه مثلا تقاضا کردیم آقا اینجا رو اینجوری بکنی بهتره، ولی به رضای میلویی. ببین آخه اون زنی که حالا اون از رمان میاد، اون خانم کرلی در واقع از رمان مشاره اصلا اون رابطه و اونا خیلی جلوتر از زمانه، یعنی اصلا خیلی اصلا فیلم جلوتر از زمانه بلد. اون صحنه های توش خیلی جلوتر، اصلا بهرام وطن پرستش خیلی غریبه، پایان عجیبی داره اصلا بلد. یعنی در واقع اون بازی ها اون شکل، یعنی من برام یه چیز عجیبیه توپولی، یعنی در واقع معتقدم هم اون هم شورش، که من شورش رو خیلی دوست دارم. منم خودم شورش رو خیلی دوست دارم. خیلی شورش رو دوست دارم. یا اون پایان خونبار فیلم شورش که من فکر نمی‌کنم اون پایان یه جور انقلابه، یعنی یک درگیری عجیب غریبه. همینه که میگم که پیشبینی کرد، واقعا پیشبینی انقلاب و رضا میلویی در دو تا کارش واقعا کرد. اون دو تا کار اصلا به چه کلی ضد سرمایه‌داریه، ضد چیز خیلی غریبی اند دو تا فیلم. حتی وقتی که افریت ماشین پخش شد، من یادمه که توی مجلس، یعنی بر علیه تلویزیون حرف زدن. من همون شبی که کانال دو پخش کرد تا دیدمش، به شدت هممون تحت تاثیر قرار گرفتیم، یعنی قبل از عید بود دیگه، یعنی قبل از سال تحویل بود پخش شد، در کانال دو پخش شد بره. اصلا تعجب کردیم که این نمایشی خیلی هم خاموش پخش شد. آره خیلی اصلا بدون تبلیغ پخش شد. آره بدون تبلیغ. من یادمه من همون شب پای تلویزیون بودم و دیدم و به شدت لذت بردیم و انتظار نداشتم تو سیاه بازی کنی، یعنی اصلا اون سیاه بی نظیر بود. این جرأت های میلویی بود دیگه، اولین بار بود که سیاه بازی کنی. اولین بار اصلا سیاه نمیدستم چیه، یه آقا دو تا آقا رو آورد، یکی حاجی یاد میداد یکی سیاه یاد میداد. برنامه وطن پرست حاجی بود دیگه. بعد وطن پرست حاجی بود. بعد این آقا این چیگه دو سه تا تیکه به من
گفت و بعد من رفتم بازی کردم، این آقای گفت آقا این خیلی ذاتن سیاباز بوده، به درد ما به درد این دیگه نمیخوریم، بذار ما بریم، این خودش خودش کارشو بلده دیگه. حالا یه ذاتی به استعداد تو پولی چقدر فیلم برداریش تو کشی؟ همه شمال گرفتی؟ دو ماه شمال گرفتیم. آره همه دو ماه ولی شورش خیلی طولانی شد و خیلی پرخرج شد و خیلی پرضرر شد. بعد ما من و چند تا هنرمند دیگه رفتیم در فیلم ناجورها برای مطلبی بازی که برادرم نوشته بود، رفتیم نقش به قول معروف به عنوان میهمان بازی کردیم. پول نگرفتیم؟ نه، که فیلم که شیبانی ضرر داده. بله بله، که فیلم بکشه بالا شیبانی از اون ضرر هنکوف در بیاد. یعنی شورش خیلی گرون در اومد. خیلی گرون در اومد و مرتب هوا هم بارونی شد. ای بابا. بله، یعنی صبح تا میمدیم بریم فیلم بارون 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 بارون، که حتی آقای شیبانی اومد عصبانی شد که آقا پس چرا این فیلم تموم نمیشه؟ بومانی دست کرد گفت خدایا نبار، به این خدا بگو نباره، چیکار کنیم ما؟ ما هم که دوست نداریم اینجا بمونیم، که بارون میاد. میلویی هم که پاشو کرده بود تو یک کفش. میلویی بعد از شورش لطمه دید دیگه. آره دیگه، بعد رفت دیگه به طرف فیلمای. آره رفت اصلا، چون شورش خیلی کوشش کرد یک فیلم متفاوت بسازه و واقعا خیلی امیدوار بود بهش. البته خیلی... یه خوردم رضا میلویی متأسفانه خیلی خودخواه بود. مثلا اگه بهش گفتی رضا الان این پلان داری میگیری این دو تا بغل همه، حالا تو فکر خودش اومده اینو بذاری اینور، حالا تو زودتر میگفتی رضا اینو بذاری اینور قشنگتر، دیگه این پلان نمیگرفت. ای بابا گفت چیزی که به فکر تو رسید تکراریه. چاله آره، اینو خیلی توی مسئله خودخواه. سر شورش بحث نکردی معمولا به قیس تو؟ نه، من هیچ وقت بحثم نشد، ولی یه بار با آقای ملک بوتی بحثش شد. آقای ملک بوتی بدون اجازه رفته بود تهران و صبح یه ساعت و نیم دیر رسید و آقای میلویی بهش گفت شما بدون اجازه حق نداشتی بری، این فیلم کارگردان داره، کارگردان یعنی خدای فیلمه، اون بد بشه اگه شما رفتی در راه تصادف کردید، جواب سرمایه‌دار کی میده؟ تفکر غریبی تو دوتا فیلم هست و اصلا اون دوتا فیلم به نظر من دوتا فیلم متفاوت تاریخ سینمایی هستن. هر دو، هم توپولی و هم در واقع شورش، هم بازی تو اونجا با اولین بازیه که تو ریش داری دیگه. بله بله، میلویی گفت ریش بذار. میلویی گفت ریش بذار دیگه تو این. آره آره آره، چون آره در واقع اولین کار، یعنی تو قبلش توپولی رو بدون ریش بازی کردی. بله. یعنی شورش رو با همون سر شورش بود که من اومدم اون سپاس گرفتم به خاطر توپولی. به خاطر توپولی نقش اول گرفتی دیگه؟ نه، من نقش مکمل گرفتم ولی نقش اول بودم. در نقش اول کی گرفت پس؟ نقش اول رو مثل آقای فنی‌زاده گرفت برای رگبار. میرلویی رو بعدش تو فیلمایی که بازی کردی دیگه فیلمای قوی نشدن. میرلویی مسیر میرلویی عوض شد. آهان، داشتم اینو میگفتم، وقتی که ما داشتیم توپولی رو بازی میکردیم و میلویی بسیار راضی بود از بازی من و خیلی خوشحال بود که منو تو یک مسیری انداخته که با این جوب اگر من به قول من رو تو این آب برم به دریا خواهم رسید، من احساس کرد من دارم خودم رو خراب میکنم، دارم میرم تو یه چاله. خب یعنی فیلم دیگه داری میخوای بازی؟ آره، داری فیلمایی بازی میکنی که تو رو تو چاله میبره. آه. تو رو نمیبره تو دریا، من دریا رو برای تو دارم میبینم. ولی من رفتم دیگه اوست کریم رو بازی کردم، این چیز رو بازی کردم، مهدی مشکی شلوارک داغ رو، و گفتم رضا منم که کسی نمیشد بریم مهدی مشکی شلوارک و داغ رو ببینیم. با تیممون همگی رفقا رفتیم سینما یونیورسال ایام عید مهدی مشکی شلوارک داغ رو قیامت سرا بود. وقتی که اومدیم بیرون فقط 2000 نفر توف توف میکنن، چکرم نکرم چکرم. بعد میلویی عصبانی شد، گفتم تو توی چاله میفتی. گفتم آقای میلویی خب ارتزاق من چی میشه؟ ما چند تا رضای میلویی داریم و رضای میلویی چند تا توپولی میسازه؟ درست حرف زدی. بله، بعد رضای میلویی نتونست توپولی بعدی رو بعد شورش که نتونست دیگه. کدوم؟ آره نتونست. کدوم توپولی؟ آره آقای ملک مطیع به من یه چیزی گفت، گفت مرتضای عقیلی اینقدر فیلم بازی کن تا اسم بشی، بعد انتخاب کن. توصیه خیلی جالبیه. میلوی آخرین روزا تو با آخرین روزا که وقتی مرد که اینجا نبودم؟ نه.
آره. آخرین باری که میرلوی دیدی که آخرین باری که میرلوی دیدم آوردمش تئاتر پارس به عنوان مدیر به قول معروف کارگردان‌ها سرپرستی بکنه، نتونست دووم بیاره. چرا؟ مریض بود موقع؟ مریض یه خوده بود و بعد میگفت این عذاب کارگرها، یعنی زجر کارگرها منو عذاب میده، من نمیتونم یه همچین محیطهای بسته و خفه کار کنم. خب تئاتر هم شما میدونید وقتی توش بله. میدید دیگه بله. سیاهیه و حالا شاید تو پروژکتور اون ور روشن بقیهش. بعد رفت که دیگه شیلات رو مثل اینکه ساخت و بله فیلم ساخت بعد تو دیگه خوب. موقعی که خبر مرگش کجا شنیدی؟ خبر مرگش رو من توی آمریکا شنیدم. بهت زنگ زدن گفتن؟ به اونا کسی نگفت و من اول ایرش صادق پور رو شنیدم. آره ایرش بود. بله نه ایرش که بعدن بود. نه چرا بعدن ایرش؟ ایرش بعدنه. بعدن شو من یادم ایرش، من دیدم ایرش رو. یعنی ایرش رو دیدم بوده. تو مهمانی خب یعنی در حقیقت میرلوی 63 فکر میکنم مرگش و بابا من 62 مرد بعد میرلوی 63 مرد. آره میرلوی 63 مرد بعد. ولی خب الان بچه هاش پسرش عزیزش آرش جون با من خیلی رابطش یعنی عموشه. چند تا بچه داره؟ دو تا پسر داره. آره الحمدلله. خانمش هم هست؟ خانمش هست الحمدلله سلامته. بچه های موفقی هم داره، یکیشون تو کار تجارت پارچه و ایناست، یکیشون تو کار تمام شهرک غرب و تابلوها رو میبینید کار آرش میرلوییه. تمام بسیار بچه موفقی. چه خاطری درخشانی از میرلوی داری؟ چه خاطری که میتونم؟ من هر چی دارم در سینما هم میرلوی دارم. هم میرلوی، از آقای اون صحنه‌ای که بازی میکردی و قرار بود همایونو یعنی توپولید از پشت بکشی، اون یه برداشته چیزی، اون یک از صحنه‌های درخشان بازیده. بله یه برداشته. زمانی که پشت پنجره من دارم نگاه میکنم دارن بشیر رو میکشن که عرق کردم. شما میدونی من چجوری عرق کردم؟ نه. من تو یه دونه اتاق دو متری شش تا بخاری گذاشتم و شروع کردم توش لرزیدم. انقدر لرزیدم که از گرمای لرزش عرق کردم و دوربین همه چی آماده بود که من اومدم بیرون، صورتم تو اون حالت وحشت ترس از مرگ بشیر اونجوری عرق کرده بود. ببین ما زحمت میکشیدیم برای کارمون، یعنی باید کشید به نظر من. یعنی این نباشه که خب الان رول من باشه بیا میگم. ما وقتی که رفتیم با پیتر بروک به برای پژوهش ژرف و ستور، پیتر بروک هم با ما اومد به لندن. بعد گفت حالا فستیوال شکسپیر در شهر شکسپیره، ما رو بردن به شهر شکسپیر، یه نمایشنامه کمدی از شکسپیر رو ما رفتیم دیدیم و خب یه پسری هم نقش دلغک بازی میکرد و اینا، بسیار پسر خوشحال و شنگول و شاد و اینا. تموم شد، حالا قرار بود برگردیم بیایم لندن. فردا صبح شد، این پسر شنگول هم ما گذاریم های 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 کدو مثل آدم همه که واتش با ما تلخه. نشستیم صبحونه خوردیم، رفت اون گوشه نشست، نمیدونم سوار قطار شدیم، ما همه دوره هم بودیم اون رفت. و وقتی وسط راه رسیدیم، یعنی شما فکر کن مثلا بود 5 ساعت مثلا یک کلمه حرف نزد. گفتم آره این پسره چرا با ما قهر کرده، ما به این کاری کردیم. گفتم از پیتر بروک بپرسم. از پیتر بروک پرسید، پیتر بروک گفت این پس فرداش هم میخواد هملت بازی کنه، پس فردا شب، نه مثل ما کنه پیشتر که پشت صحنه بگیم ها 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 آی مادر من برام شدم، نه اونجوری نه. حالا اون سه روز عزای حملت رو میگیره، بودن یا نبودن بحث در این است که آیا عقل را شایسته در این که مدام از تیر دوران جفا پیشه ستم بردن و بر روی یک دریا مصائب تیغ آیختن و از راه خلاف ایام آنها را سر در آوردن، به مردن خواب رفتن بس و بتوانی اگر گفتن که با یک گفتن تنها هزاران لطمه و زجر طبیعی ما را که دچار هستیم پایان میتوان دادن. اینم مال حملت. بسیار عالی بود. رضا یه چیزی دیگه میگم علی مرتضی جان، یه چیزی راجع به میرلوی بپرسم. تو موقعی که داشتی چیز بازی میکردی، یعنی توپولی بازی میکردی، رمان خونده بودی؟
رمان من بارها خونده بودم. تفکر پشت رمان میدونستی چیه؟ نه. اصلا میدونستی جانشتن بک چگونه فکر میکنه؟ تا جانشتن بک تقریبا شاهین برای ما گفته بود. یعنی میدونستی بخواد... اونا چپند و اصلا میدونستی؟ بله بله در از این بابت میدونستم ولی آه. اصلا فکر نمیکنم رضا میرلایی داره به اون فکر میکنه. اونا نم... اون میدونستم برای اینکه خب در راه کاردیف و اینا میدونم همه قصه بله اونا هم شد ولی خب الان تو مشخصا اومدی داخل یه نمایشنامه. بله دیگه که ولی نه من چیزی نداشتم. خودت هم تمایلی نداشتی؟ اصلا من یادمه من حالا رفتن اصلا اسمشون نمیدونم ایده از بچه‌ها بودن که چپ بودن به من میگفتن نهار باید بریم دروازه غار آبگوش بخوریم. میگفتم با بریم دربن به خنکی چه دروازه غار. میگفتم بریم با مردم. یعنی فضای چریکی اون زمان تحت تاثیر قرار نداشت؟ اصلا نه. یعنی اصلا تو تحت تاثیر اون فضای چریکی نبودی؟ نه نبودم. اصلا سیاهکل میدونستی چیه؟ میدونستم سیاهکل اتفاق افتاده. آها نه ولی من دارم از اون سال صحبت نه الان ها. نه نه اون موقع میدونستم سیاهکل چیه. حتی عکس اینا رو که توپخونه زده بودن یادته؟ یکیش به نام زیبرم بود. بله که بعد کشته شد. بله یعنی اینا رو میدونستم ولی حساسیتی نداشتم که برم دنبالش برم. یعنی سمپاتی هم نداشتم. سمپاتی برم به طرف دور ولی دلم میسوخت. خب جوانای مملکت هم چه فرقی یعنی اصلا فقط به عنوان انسانی دلم میسوخت. ولی رضا میرلو یک بار از اینا صحبت کرد در مورد تو فیلم سر فیلم باشه؟ نه یک بار گفت راجبه سرمایه‌داری صحبت کرده. آره میگه من ضد سرمایه‌داریم. آره گفتم رضا نکن اینجوری چطور اینجوری پولاتو خرج می‌کنی؟ گفت پول کاغذ پاره است. من اعتقادی به فکر یعنی خونه ای هم که واقعا خرید یعنی اگر با همت رفقا و زنش نبود هیچ وقتم صاحب خونه نمیشد. اصلا به این چیزا فکر نمیکرد. اصلا به مادیات فکر نمیکرد. شخصیت خودش هم شخصیت غریبی بود. خیلی غریب بود. بله خیلی غریب. یعنی واقعا شناختش اذیتت میکرد بعضی وقتا. یعنی میگفت مگه این همون رضا میرلاییه که ولی امروز اینجوری شده. مثلا من یادم یه روز ساعت 6 برپا داده بود مثلا 6 و 5 دقیقه رسیم انگار مثلا با کارگر صحنه مثلا 6 و 5 دقیقه است شعور بازیگری نداری؟ بودم رضا جان خیلی حالا اشتباه شده بود ببخشید معذرت. آقای عقیلی عزیز خیلی خوشحال شدم که قربون شما برم. به هر حال همونطور گفتم خاطره سالهای خوب فیلم دیدن ما بودی و هستی و انشالله که باز هم پایان امسال فیلماتو ببینیم و لذت ببریم. و از بینندگان عزیز که تا این لحظه بیننده برنامه ما بودن متشکرم. شب بخیر.